بخش دهم. آیدا گفت: تو چرا اینقدر لاغر شده ای؟ به کلی تغییر کرده بود، یک هوا چاق شده بود، درد و استخوان و مفاصل نداشت، می توانست به خوبی انگلیسی صحبت کند. آن هراس و اندوه بچگان دیگر در چهرهش دیده نمی شد و لباسهای بسیار قشنگی به تن داشت. برای آیدین و اورهان یکی یک شلوار نخی کبود رنگ خارجی آورده بود که می گفت در آبادان همه از این شلوارها می پوشند و می گفت که دوروبرشان پر از آدمهای انگلیسی و فرانسوی است. امثال آقای لرد آنجا پر است. مادر بهش گفت که چند بار خواسته است بیاید آبادان به او سر بزند. در این مدت دلش پیش او بوده، سر سفره، در آشپزخانه و به خصوص شبها او را به یاد داشته. اما پدر را که می شناسد، او هیچ وقت اجازه نمی دهد. چاره چیست؟ زن ناچار است مطیع شوهرش باشد. می‌خواست آیدا حتما باور کند که جایش خیلی خالی است. برای همین سعی می‌کرد بهش رسیدگی کند. برای بچه‌اش سهراب تفنگی خریده بود که از سرش جرقه آتش بیرون می‌زد. پدر گفت: عقل تو کلت نیست؟ این بچه چه می‌فهمد که رفته‌ای تفنگ جرقه‌ای براش خریده‌ای؟ آیدا هر سال 15 روز به خانه پدر می آمد و حالا بار سوم بود. مادر برای سهراب بلوز و ژاکت بافته بود و در مدتی که آیدا آنجا بود نمی گذاشت کهنه بچه را بشوید. خودش می شست. آیدا هم سعی می کرد خوشحال و سرحال جلوه کند. از آن سکوت دیرینه در آمده بود، اما غم عجیبی در ته چشمهاش موج می زد. به خصوص وقتی پدر با همان اخم و خستگی کار می آمد، آیدا جز این که به بچهش سرگرم شود، بهش غذا بدهد، یا این که تاتی تاتیش کند و موهاش را شانه بزند، کار دیگری نمی کرد. و گاه گاه اگر می شد، نگاهی زیر چشمی به پدر می انداخت. پدر می پرسید، وضع استخوان‌ها چطور است؟ و آیدا جواب می داد، یک سالی می شود که درد رفع شده، اما هر ماه باید یک پنیسیلین قوی بزنم. دکتر خارجی آنجا زیاد است. آن شب آیدا وقتی به اتاق برادرهاش رفت، بیش از یک تخت خواب در اتاق ندید. اثری هم از کتابها و لباس آیدین نبود. گفت: مادر، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ مادر گفت که راستش پدر بهانه گیر شده و یک شب اتاق آن دو را عوض کرده است. اما برای اینکه آیدا قصه نخورد، چیزی از ماوقع تعریف نکرد. در نامه ها هم صلاح نمی دیده که چیزی بنویسد. آیدا پرسید که پس آیدین شب کجا می خوابد؟ و مادر بهش گفت. آیدا دکمه یقه‌اش را انقدر پیچانده بود که افتاد. گفت: دارند برادرش را دق مرگ می کنند. لاغر شده، چشمهاش همیشه خسته است و انگار از یک بیماری سخت رنج می برد. مادر گفت که آیدین دارد شاعر بزرگی می شود، اما از وقتی استادش را سر به نیست کردند، غمگین است و چقدر زندگی نکبتی شده. آیدا تصمیم گرفت که اتاق آیدین را تمیز کند، برای تنها پنجرهش پشتدری سفید بدوزد، دستی به دیوارهاش بکشد و از آن حالت انباری درش آورد. گفت: تو چرا اینقدر لاغر شده ای؟ آیدین سهراب را بغل کرد و برد بیرون که براش چیزی بخرد. چون شوهر آیدان نیامده بود، گفته بود که دیگر پا در آن خانه نمی گذارد. آیدا و بچه را می آورد و می رساند. 15 روز بعد دوباره می آمد و می بردشان. در این مدت بچه بهانه پدرش را می گرفت و آیدا شیشه ها را پاک می کرد، پشتری ها را می کوبید و با سبد حصیری براش لوستر درست می کرد. دستاش مثل لبو سرخ شده بود و فرصت نداشت موهاش را شانه بزند. آیدین با سهراب را در کوچه ها می گرداند، کارخانه پنکه‌سازی را نشانش می داد، براش خروس قندی می خرید و عصر
وقتی برمیگشت بچه را در حالی که دست لای یقه آیدین فرو برده بود و در خواب خوشی فرو رفته بود روی تخت میخوابند. آن وقت بی آنکه اشتهایی به شام خوردن داشته باشد به زیر زمین میرفت، روی تخت دراز میکشید و در پتوی قرمز رنگی که آیدا از چاه بهار براش آورده بود به خواب میرفت. نیمه های شب وقتی همه میخوابیدند چراغ دیواری را روشن میکرد و کتابش را از زیر تخت بیرون میآورد و میخواند یا در دفترش مینوشت. یک شب در همان روزهایی که آیدا آنجا بود، نزدیک نیمه شب آیدین صدای سرپایی های مادر را شنید. گوش خواباند. صدای سرپایی های مادر بود که حتما میخواست بهش سر بزند. اما وقتی سرک کشید، در چارچوب در پدر را دید که پوستین بر دوش با خشم نگاه میکرد و میگفت: عجب، عجب. هوا سرد شده بود. بوی سرکه و آبغوره با بوی بخاری علاءالدین آدم را اذیت می کرد. آیدین خودش را جمع جور کرد و نیم خیز ماند. نگاهش به پاهای پدر بود که بالاخره می آید یا نه. سرپایه های مادر را پوشیده بود و بی حرکت همانجا ایستاده بود. آیدین نمی دانست چه کند. دست پاش باز به لرزه افتاد و ورقهای کتاب صدای عجیبی می داد. سعی کرد با آن دستش جلو لرزه را بگیرد، اما نمی شد. پدر آرام آرام از پله‌ها پایین آمد، چرخی زد، نفس عمیقی کشید و در حالی که سرش را تکان می داد، رفت. لبهاش خشک و بنفش شده بود و انتظار می رفت که از عصبانیت کاری بکند. آن وقت در آن سکوت کشنده گفت: فعلا که اسهال شیر گرفته ای، حالا کی بند بیاید خدا می داند. و رفت. آیدا گفت: تو چرا اینقدر لاغر شده ای؟ آیدین با سهراب را بغل کرد و برد بیرون. براش خروس خندی و ماشین کوکی خرید. در کوچه ها گرداندش و از سراشیبی کارخانه پنکه‌سازی بردش پایین. در آن چند روز که آیدا آنجا بود، آیدین به سهراب سرگرم شده بود. آیدا گفت: میخواهی یک بچه اینجوری داشته باشی؟ آیدین گفت: چطور؟ آیدا یک دست موی جلو صورتش را با سرانگشت ها خوابان پشت گوش و گفت: یک دختر خوب برایت دیدم، خانم. آیدین گفت: من تصمیم دیگری دارم. آیدا گفت: چه تصمیمی؟ زغ زده پرسید و بی آنکه چشم از آیدین بردارد با دست پشتری های سفید را چین می داد. آیدین گفت: می خواهم دور این زندگی را خط بکشم، بروم سراغ خودم. می دانی آیدا، دلم به استاد دلخونم خوش بود. پیش خودم گفتم چه نیازی هست که بروم دانشگاه، ولی حالا که او را سر به نیست کردند، می خواهم بروم تهران، اتاقی اجاره کنم، درسم را بخوانم. این استاد دلخون خیلی به من امیدوار بود. من هم پشتم گرم بود. دو روز بعد آبادانی به سراغ آیدا و سهراب آمد و آنها را با خود برد. اما هرچه اصرار کردند، مثل همیشه پا در آن خانه نگذاشت. حتی حاضر نشد یک چای دم در بخورد. عصر روزی که آمده بود، مادر و آیدا و آیدین را با ماشین در شهر گرداند و گفت که قرار است 5 سال در آبادان بماند، بعد معلوم نیست بروند کدام شهر. آیدین گفت که اگر بخواهد، می تواند به آبادان بیاید، انگلیسی یاد بگیرد و پیش آنها بماند. اما آیدین گفت که در شهرستانها امکان رشد خیلی کم است. یک مملکت را نابود کردند که تهران را بسازند. پس چه بهتر که آدم برود آنجا و هر کار که بخواهد از آنجا شروع کند. چهره آیدین مبهوت و گرفته بود. ته چشمهاش حالت عجیبی بود. آیدا گفت: انگار عاشق شده ای. مادر گفت: اگر زن بگیرد دم و دستگاهش را جدا می کنم که راحت باشند.
آبادانی گفت: وقتی قصد دارد وارد دانشگاه بشود، خواهش میکنم مانعش نشوید. بایدن گفت: هرچند که آدم در این خانه پیر میشود، اما صبر میکنم تا خوب آمادگی پیدا کنم. بالاخره با یک جهش وارد دانشگاه میشوم. آدم وقتی توی همچون شهرستانی تنها باشد، دچار افکار انفعالی هم میشود. آبادانی گفت: درک میکنم. و از دوران تحصیل خودش در آمریکا صحبت کرد که تنها بوده و چقدر جوانهای بلند پرواز را دوست دارد. و قسم خورد که آیدین آدم بزرگی خواهد شد، چون بیش از سنش میفهمد. آن شب آبادانی در مسافرخانه خوابید و صبح روز بعد آیدا و سهراب را با خود برد. روز بعد مادر باز تنها شد. سکوت خانه را گرفت. زمان کند می گذشت و مادر افسوس می خورد که یادش رفته است برای آیدا صابون مراقعی بگیرد. این شلوار بچه را هم جا گذاشته و خدا کند سالم به مقصد برسند. محیط خانه همیشه یک نواخت و ساکت بود. آدم احساس خستگی می کرد و انگار که گم کرده داشت. نه کسی می آمد، نه جنجالی بود، نه جشنی، نه عزایی. فقط گاه گاه صدای کلاغی از لابلای شاخه های کاج در حیات می پیچید. پدر کسی را به حریم خانه راه نمی داد. اگر رفقاش می آمدند، در همان حجره یک بشقاب تخمه می گذاشت جلوشان و یا یک چای از دکه کاروانسرا براشان می آورد. حتی عمو صابر هم به خانه نمی آمد. آنها هم نمی رفتند. پدر می گفت: آدم عرق‌خوری که در کار بچه های من دخالت کند، حق ندارد بیاید خانه من. وانگهی، اگر آن زمان پول مرا بالا نکشیده بود، حالا نصف کاروانسرا مال من بود. مادر گفت: مگر می شود که قطع رابطه کرد؟ مگر می شود به برادر گفت دیدار به قیامت؟ پدر گفت: من شاشیدم به این برادری. اگر ببینمش، 4 تا لیچار بارش می کنم که حساب کار دستش باشد. من می دانم آیدین را پر می کند. یادش می دهد که برود دنبال اطفار و نیاید سراغی کسب و کار. آخر شعر گفتن هم شد کار؟ با این شعرهای بند تنبانی که این پسرهای الدنگ می گوید. آیدین گاه گاه عمو صابر را جلوی می فروشی کلبه چوبی می دید که یا می خواست برود تو یا بیاید بیرون. همیشه هم مست بود. یک بار دست به جیب برده بود و یک دسته اسکناس بیرون آورده بود و گفته بود: بردار، بردار، هر چقدر که دلت میخواهد بردار. من که میدانم تو از پدرت پول نمیگیری. هر چه باشد برادر خودم است، میشناسمش. پول تو جیبی بهت نمیدهد که تو را به زانو در بیاورد. چند سال است که این شلوار پیچازی و این پالتو را میپوشی؟ پس کی میخواهی جوانی کنی؟ اما یادت باشد عمو جان، دور این زندگی را خط بکش. برو ادامه تحصیل بده. من مثل شیر ازت پشتیبانی میکنم. هنوز پول را روی کف دست نگه داشته بود. جان عمو بردار. آیدین گفت: احتیاجی ندارم عمو چان. عمو گفت: تعارف نکن. اقلا یک چیزی بردار. صورتش را به آن طرف برگرداند. حالا انبوه گوشت قبقبش که به سرخی میزد از یقه سفیدش 2 پله بیرون زده بود. آیدین یک بار احساس کرد که دلش میخواهد بند کراوات عمو صابر را برای شل کند. گفت: ممنونم عمو جان. عمو صابر گفت: دستم را رد نکن. من سرم را برگرداندم که هر چه خواستی برداری. آیدین گفت: همینقدر که به یاد من هستی ممنونم. دستش را با دست پس زد. عمو صابر پول را در جیب گذاشت و گفت: پس اقلا بیا برویم 2 تا استکان دیگر بزنیم. آیدین گفت: من نمیخورم عمو جان. عمو گفت: خیلی خوب،
یک وقت دیگر، ولی یادت باشد، تو آینده خوبی داری، من به آیندهت خیلی امیدوارم. شانه آیدین را فشرد و گفت، گفتی میخواهی بروی دانشگاه؟ آیدین گفت، بله عمو جان. عمو پرسید، کدام دانشگاه؟ آیدین گفت، گفتم که دانشگاه تهران یا هر جا که قبول شدم. عمو گفت، خوب است، آنجا خوب است. دانشگاه شیراز هم بد نیست، مخصوصاً که شیراز حافظ و سعدی دارد، مخصوصاً شراب خلرش نظیر ندارد. دست آیدین را در دو دستش فشرد و تکان داد و چنان شدید تکان داد که قبقبش لرزید. گفت، خدا نگهدار، ما که چیزی نشدیم عمو، تو بخوان شاید چیزی شدی، من خیلی به تو امیدوارم. در ضمن وقتی بارت را بستی و خواستی بروی، بیا پیش من، میخواهم یک چک برایت بنویسم که لااقل یکی دو سال راحت باشی. آن شب آیدین سر سفره گفت که عمو صابر را دیده است و پدر یک لحظه به چشمهای آیدین زل زد و گفت، غلط کرده ای. آیدین گفت که عمو صابر میخواهد هزینه تحصیل یکی دو سالش را بدهد و پدر گفت، گوه خورد، مرده که دیوانه آه ندارد با ناله سودا کند. اگر راست میگوید چرا خانه اجاره‌ای می نشیند؟ بعد با لحن بسیار ملایمی گفت، خب شازده، چه تصمیمی داری؟ آیدین گفت، دارم خودم را برای دانشگاه آماده می کنم. پدر گفت، که چه بشود؟ تو دنبال چی هستی؟ بگو بهت بدهم. آیدین گفت، پدر، همه که نباید مثل شما کاسب بشوند، همه که نباید میراث پدری را بخورند، این همه شغل، این همه فکر. پدر گفت، بحث نکن با من، یا میایی یا میروی. آیدین گفت، من خیلی وقت صرف کردم پدر، حالا دیگر بی‌انصافی است. مادر گفت، توی این روزگار فقط پول ارج و قرب می آورد، اما تو؟ پدر گفت، بگذار برود دنبال اطوار خودش، ولی سراغ من نیاید. آیدین گفت، من هم قصد ندارم بیایم. پدر فریاد زد، وقاحت را میبینی؟ پا شد و راه افتاد، در طول اتاق میرفت و میامد. گفت، این آخرین حرف من بود، از این به بعد ما هیچ حقی به هم نداریم، این یک اتمام حجت هست. آیدین لحظه ای در سکوت قدم زد و گفت، تو دنبال چی میگردی؟ آیدین گفت، دنبال خودم. پدر گفت، گم شو. بخش 11 ساعت 12:30 آن روز گرم بهاری، ناگاه چنان نقصانی در روشنایی آفتاب افتاد که انگار دستی چهرهش را پوشانده باشد، درست مثل غروب. و پدر که برای صرف ناهار به خانه آمده بود، در گلگمیش نگاهی به ساعت انداخت و با اینکه عقربه ها را درست سر جایشان می دید، خیال کرد چشمهاش خطا می کند. با حالتی حیرت زده گفت، اورهان، شب شد؟ اورهان از اتاق بیرون دوید و نعره کشید، یا ابوالفضل.
هوا به تاریکی عمیق‌تری می‌رفت و در همان حال صوت کارخانه پنکه‌سازی لرد به صدا درآمد. از این رو پدر مطمئن شد که شب است، یا احساس کرد که در ادامه شب قبل به حرف‌های عیاض پاسبان فکر می‌کند و خستگی مفرط او را دچار سردرگمی کرده است. روز قبل شعر روزها و لحظه‌های آیدین در روزنامه اطلاعات چاپ شده بود و شرحی هم از سردبیر در اول آن آمده بود که پدر را بیش از حد عصبانی می‌کرد. آیدین اورخانی اگر در نزد مردم چهره شناخته شده‌ای نیست، نزد شعرا و ادبای سرشناس مملکت آشناست. او که اهل آذربایجان و فرزند یک کاسب جوز می‌باشد، 3 سال زیر نظر مرحوم استاد ناصر دلخون تلمذ کرده است و پیرو شعر نو می باشد. هیئت تحریریه روزنامه با درج شعر روزها و لحظه ها از ایشان دعوت به عمل می آورد که برای آشنایی و همکاری بیشتر در یکی از روزهای دوشنبه یا چهارشنبه. پدر شعر را خواند و هیچ چیز نفهمید، اما هراسان بود. می ترسید مبادا آیدین به تهران برود و بشود آنچه نباید بشود. آن زمان تهران رفتن یعنی هرگز باز نگشتن. و جلو گاراژ اتوشیشه همیشه ازدحام مسافرینی بود که به تهران یا تبریز یا نقاط دیگر سفر می کردند و هر مسافر را یک طایفه بدرقه می کرد. بدرقهی تلخ و ناگوار. و حالا پدر به این فکر می کرد که اگر آیدین به این شهر ناشناخته بزرگ پا بگذارد، از خانواده چه می ماند؟ عیاض می گفت که ذهن شاعران تهران مسموم است، همه چپی‌اند، سبیل کلوفت. برای همین، پدر از همان جا که نشسته بود، از روی تخت پوست اتاق بالا خیره خیره نگاه کرده بود و گفته بود، با این سبیل کجا را می خواهی پاره کنی، میرزا؟ آیدین گفته بود، اگر سبیل استاد ناصر دلخون را می دیدید چه می گفتید پدر؟ و پدر درست جمله عیاض را براش تکرار کرده بود، یادت باشد که سبیل کلوفت ها را کجا دار زدند؟ مادر گفته بود، این حرف ها چه ارتباطی به ما دارد؟ شما چتان شده؟ جابر، حتما خدا باید یک غمی توی سفرمان بگذارد که دنبال بهانه نگردیم؟ پدر گفت، ما را چه به شعر، چه به شاعری؟ عیاض گفت، یک زمان بود که بچه آدم جزو اموالش حساب می شد. نادرشاه داد، جفت چشمهای پسرش را درآوردند، اما حالا، برادر، اختیار خودت دست خودت نیست. همین الدنگ را می بینی؟ و با انگشت جمشید دیلاغ را نشان داد که از جلو حجره می گذشت. پدر دقت کرد که ببیندش. عیاض گفت، یا می شوند مثل این که شبها مارتا جنده را می برد بیابانهای اطراف، یا مثل پسر تو شاعر. همه که اورهان از آب در نمی آیند. اورهان حالا جلوی در ایستاده بود و جمشید را صدا می زد. بعد راه داد تا بیاید تو. گفت، جمشید، از راه نسیه برها می روی؟ جمشید سلام کرد و نزدیک میز کنار عیاض ایستاد. سرش را تراشیده بود و لاغرتر از همیشه به نظر می آمد. گفت، رفتم سربازی، دستم خالی است، ولی... پدر گفت، حسابش چقدر است؟ اورهان گفت، 110 تومان بدهی بالا آورده. پدر گفت، اگر نرود سراغ فسخ و فجور، 10 تومانش را هم ندیده می گیرم. عیاض گفت، اما پسر سربراهی است. حالا هم که سربازی رفته، وقتی برگردد حسابی آدم می شود. و تپکی به پس کلهش زد و گفت، برو. پدر گفت، اگر می شد این آیدین هم می رفت سربازی، آدم می شد. عیاض سر تکان داد، صبر کن. پدر دوباره روزنامه را باز کرد و هر چه آن شعر را خواند نفهمید. چند کلمه‌اش را بلند تکرار کرد، کلماتی که بوی خون و عصیان و انتقام می داد. به قول عیاض کلمات سرخ و شهری که آدمهاش همه سنگ مرده بودند و در دو سوی رود بالخلو به جای درخت دارهای بلند برپا بود و پدر هرچه می خواند در نمی یافت که این رود
کجاست؟ آیا همین رود بالخلوست؟ با اورهان که مشتری راه میانداخت میگفت شعرهای بند تنبانی و میخندید، اما پدر نمیتوانست بخندد، بیش از حد عصبانی بود. خطر در خانهش رشد میکرد و ریشه میدواند و داشت تنه میشد. عیاض که تا آن لحظه ایستاده بود نشست درست در کنار پدر و گفت میدانی جابر، دیروز من توی حیاط بودم، کسی صدایم کرد. سرم را بلند کردن دیدم رئیس نظمیه پنجره اتاقش را باز کرده و دارد به من نگاه می کند. براش زدم بالا. گفتم قربان؟ گفت بیا بالا. رفتم تو اتاقش. گفت عیاض، ما آدم مثل تو کم داریم. گفتم جناب سرهنگ، بیش از اینها شرمندم. گفت عیاض، می دانی جابر، همین جور که تو به من می گویی عیاض، او هم می گوید عیاض. راستش دیروز نهار را با سرهنگ خوردیم. پدر سگ خیلی با معرفت است. پدر گفت نه. عیاض گفت آره. با این حال کاری از دستم بر نمی آید. استاد دلخون چپ بود. یک سبیل کلوفت هم داشت که کار دستش می داد. تحت الحفظ فرستادیمش مرکز. اما با این پسر چه کنم؟ پدر گفت عیاض تویی؟ از من می پرسی چه کنم؟ عیاض گفت راستش به خاطر حفظ آبروی خانوادگی میخواهم بگذاری دو تا پاسبان امشب بریزن توی خانه. پدر گفت که چی بشود؟ عیاض گفت بگیرندش، خودم میدهم 10-12 تا باتون به ماتحت نازنینش بزنن، یکی دو ماه نگهش میداریم، شعر و شاعری از کلش میپرد. بارها به تو گفتم با دو دسته نمیشود بحث کرد، یکی با سواد یکی بی سواد، همیشه یادت باشد. پدر گفت یکی دو روز به من مهلت بده، میخواهم باش اتمام حجت کنم. عیاض گفت میدانی که جابر، من منافعی ندارم، آب روی شماها. پدر بلند شد، روی نوک پنجه خود را بالا کشید و گوشه صورت عیاض را بوسید. تو در حق من پدری کرده ای عیاض. و عیاض گریه کرد. و پدر حالا به عیاض فکر میکرد که به خاطر حفظ رفاقت زار زار میگریست و صدای مسکوبیدن بر بام‌ها و هیاهوی مردم و صدای گروپ گروپ به آدم‌های مستعصل کوچه شنیده میشد. کسی فریاد زد آفتاب. پدر به ایوان رفت. اورهان و مادر را دید که در حیاط به آسمان چشم دوختند. گفت نه خبر. مادر گریه میکرد. هر و ایامی آیدا را که در آبادان زندگی می کرد به یاد می آورد، بهانه ای می یافت و از سر دلتنگی اشک می ریخت. گفت بلا، بلا، بلا. پدر که تازه متوجه آسمان شده بود سر بلند کرد و قرص خونینی از خورشید را دید. غبار سیاه رنگی احاطه‌اش کرده بود و صدای گنگ هیاهویی از جایی دور به گوش می رسید. انگار کسی مویه می کند یا مردی سیحه می کشد. لرزه بر اندام پدر افتاد و برای اولین بار از تنهایی خود ترسید. خانه در تاریکی محض فرو رفته بود و دنیا اعتبار خود را از کف داده بود. پدر تنها توانست در آن تاریکی پاپاخش را به یک جا بیاویزد و آنگاه از پله ها پایین دوید. مادر زیر لب ورد می‌خواند و با صدای محزونی گریه می‌کرد. اورهان لب حوض نشسته بود. آسمان غرق در ستاره شد. آنقدر ستاره در آسمان بود که در هیچ شبی آن همه ستاره دیده نشده بود. پدر کنار مادر ایستاد، گفت این بلاست که نازل شده. می‌دانید معنی این چیست؟ کف دو دستش را نشان داد و با حالتی تب‌زده گفت ما خون کرده ایم؟ مادر گریه کرد و پدر گفت این اعمال ماست، اعمال ما و بچه های ما، خدایا تو نخواه. لحظه بعد هیاهوی خیابان خوابید و شهر در تاریکی و سکوتی فرو رفت که انگار سال هاست آدمهاش مردند. تاریکی یک ساعت و نیم به طول انجامید. صدای گریه ای از دور شنیده می شد. صدایی شبیه ناله زنی
زیر آوار. حتی یوسف هم زوزه می کشید و می خواست از جاش حرکت کند. به نظر می آمد زلزله ای در شرف وقوع است. پدر نماز وحشت خواند و بعد که هوا گرگومی شد بی آن که با کسی حرف بزند به حیات رفت. در زیر زمین را با لگد گشود و درست در لحظه‌ای که خورشید از تیرگی درآمد آن اتاق را با تمام اساسیه و کتابهاش به آتش کشید. روی لکه سیاهی که کنار حوض از ماها پیش مثل عنکبوت سیاه لش خود را پهن کرده بود قدم می زد و می گفت این روح شیطان است که دارد می سوزد. غروب پیش از تاریک شدن هوا آیدین آمد. خانه در سکوت غم‌انگیزی فرو رفته بود. گویی یکی از افراد خانواده مرده است و دیوارها راز مرگی را پنهان نگه می دارند. و سالها بعد هنگامی که آیدین این روزها را به یاد می آورد به مادر گفت خیلی غم‌انگیز بود. بوی سوختگی می آمد، بوی دود می آمد و آیدین انگار که می داند چه اتفاقی افتاده با خونسردی تمام به حیاط رفت، به دخم نزدیک شد و در برابر آن سیاهی احساس می کرد بی‌وزن شده است. نمی توانست باور کند و از خشم به خود می لرزید. از پله های زیر زمین پایین رفت. آنجا فقط سیاهی و نیستی بود. آب سیاه رنگی کف زمین را پوشانده بود. بوی ویرانی و مرگ می آمد. بوی بشر اولیه و بوی حیوانیت. انگار کسی را سوزاندند و خاکسترش را به در و دیوار مالیدند. اتاق پر از خاکستر و چوب نیم سوخته بود و کتاب‌ها و شعرها همراه شعله آتش به آسمان رفته بودند. حتی چیزی هم پیدا نمی‌شد که آیدین بتواند لحظه‌ای روی آن بنشیند. یک لحظه تصمیم گرفت با سنگ تمام شیشه‌های خانه را بریزد پایین، بعد هوار بکشد اگر زندگیت را آتش نزنم بچه تو نیستم. سالها بعد مادر گفت از آن روز لعنتی تا به حال روز خوشی ندیده ای. آن روز یوسف هم زوزه می کشید.
بخش دوازدهم. همان پاییز آیدین به رامسپی رفت و در کارخانه چوب بری رامسپی مشغول کار شد. اتاق کوچکی هم بالای رامسپی از یک گاودار اجاره کرده بود که درش طرف طویله باز می شد. سر و صدا زیاد بود و شب تا صبح گاو ها ماغ می کشیدند. اما آیدین راضی بود، چون روزهای بدی را پشت سر گذاشته بود، روزهایی که گرسنه بود، با جیب خالی و هرچه فکر می کرد راهی نمی یافت که خودش را پیش ببرد. وضع روحیش هم در آن روزها بحرانی بود. فکر می کرد آدم ها بیهوده راه می روند، همه چیز جور دیگری بود، رنگ ها واقعی نبودند و زمان کند می گذشت. صبح، ظهر، شب. هفته اول را با آنچه داشت و دو روز بعد را با پس دادن تنها کتابی که همراهش بود گذراند. صبح تا شب به هر نحوی می گذشت. باغ اخوان، کتابخانه عمومی و یا در کرانه های شورابی. اما وقتی که شب می آمد همه ی قصه ها و رنج ها می آمدند. به شعرهایی که خودش سروده بود فکر می کرد، اما حتی یک کلمه هم یادش نمی آمد. انگار کتاب ها و شعرها در ذهنش هم سوخته بودند. یک شب پشت مدرسه انوشیروان طرف بیابان خوابید. صبح که بیدار شد زنانی را دید که با سبدهای پر از لباس به طرف رودخانه بیرون شهر می رفتند. آیدین خجالت زده بی آن که به فکر لباس خاک‌آلودش باشد در جهت مخالف از آنجا دور شد. یک شب در باغ اخوان خوابید، اما زوزه شغال‌ها آزارش می‌داد. ناچار از درختی بالا رفت و در لابلای شاخه‌ها خودش را بند کرد. روزهای بعد بی‌خوابی و کابوس و خستگی واماندهش کرده بود. گدایی نمی‌توانست بکند، اما مانده بود که چی بخورد. کنار دیوارها هم نمی‌توانست بخوابد. کجا بخوابد؟ یک روز بی اختیار به طرف می فروشی کلبه چوبی کشیده شد. عمو صابر آنجا بود. گفت: سلام عمو جان. آیدین گرسنه‌اش بود. عمو صابر براش لوبیا گرفت و گفت: شنیدم از خانه پدری آمده ای بیرون. آیدین رنگش پرید، پرسید: چی به شما گفت؟ عمو گفت: خبر دارم. آیدین گفت: بله عمو جان، همه ی زندگی مرا به آتش کشیدند و بیرونم کردند. عمو گفت: پدر تو آدم سختگیری است آیدین. آخرین استکانش را هم انداخت بالا و منتظر شد که آیدین لوبیاش را بخورد. بعد با هم بیرون آمدند. غروب غم‌انگیزی بود و برگ درختها همه خیابان را پوشانده بود. جلو می فروشی کنار خیابان یک زن خوشگل توی ماشین منتظر کسی بود. عینکش را داده بود روی موهاش و به همه جا نگاه می کرد. عمو صابر حواسش آنجا بود. گفت: حالا کارت را دوست داری؟ کتش را روی شانه با دو انگوش گرفته بود و گره کراواتش را کاملا باز کرده بود. به نظر می آمد که از گرما دارد خفه می شود. آیدین هرچه فکر می کرد نمی فهمید عمو صابر کدام کار را می گوید. آیدین گفت: چاره ای نیست، اما من نمی فهمم چرا اینجوری بیرونم کردند. خب به من می گفتند با زبان خوش، من وسایلم را جمع می کردم و یک خاکی به سرم می ریختم آخر. عمو صابر که گاه گاه نگاهی به آیدین می انداخت گفت: به عقیده من نباید زندگی پدری را رها می کردی. تو آیدین اشتباه می کنی. باد جوانی توی کلت است. فکر می کنی می توانی آن زندگی مرفه را که پدرت ساخته بسازی؟ به عقیده من به خانه برگرد و از پدرت بخواه که گناه تو را ببخشد. آیدین گفت: من چه گناهی کردم؟ عمو گفت: شاید گناهی نکرده باشی، اما مثل اورهان به فکر زندگی باش. بخور، بگرد، بزن، بکوب، بگیر، ببند. خلاصه عشق کن. جوری ایستاده بود که انگار دارد با زن توی ماشین حرف می زند. گفت: زندگی خیلی سخت شده عمو جان. آیدین گفت: بله، حق با شماست.
من باید بروم. عمو صابه گفت به هر حال من به آینده تو خیلی امیدوارم. و تلو تلو خوران در سراشیبی یک خیابان فرعی دور شد. تنهایی و غم غربت در جان چنگ انداخت، غربتی که در میان شهر آشنا گریبانش را گرفته بود. چقدر انسان تنهاست، مثل پرکاه در هوای طوفانی. بارها به فکر افتاد که به خانه بازگردد یا از کوچه خودشان عبور کند، اما به خود نهیب زد و طاقت آورد. او پیش از این از استاد دلخون چیزها آموخته بود و تنهایی او را دیده بود و حالا حسش می کرد. آدمی که روی چوب با قلم نقش می انداخت، دور قاب عکس کندکاری می کرد و همان که پول نانش در می آمد وقتش را می گذاشت برای شعر. می گفت شعر چاپار را ساختم. می گفت شعر دختران سرخ پوش را بساز. و یاد استاد او را به شوق می آورد. مصممش می کرد که خودش را به تهران برساند، خیال کند که هیچ کس را نداشته است. اما با دست خالی بی آنکه حتی یک شاهی پول داشته باشد چه می توانست بکند؟ کار. آن روز عصر آیدین به قرائتخانه رفت. مسئول قرائتخانه سابقا پیش از بازنشستگی معلم دوره دبستان بود و آیدین را می شناخت. مردی کوتاه قد، لاغر و موسرخه بود، با صورت آبلگون و گوشهای بزرگ، و اسمش حتی در زمانی که هنوز بازنشسته نشده بود و گوشهاش می شنید سید چنوا بود. و حالا وقتی حرف می زدند نمی شنید و وقتی داد می زدند می گفت یواش، مگر من کرم؟ آیدین از پله های ساختمان آجوری بالا رفت و از سید چنوا خواست که روزنامه های چند روز را در اختیارش بگذارد تا اقلن کاری پیدا کند. وقتی روزنامه را ورق می زد سید چنوا پرسید چه نوع کاری دوست دارد و او گفت کاری که در خور او باشد. در همین هنگام ناگاه چشمش به یک آگهی تسلیت افتاد که به نظرش عجیب می آمد. دوباره آن را خواند و باز خواند. کلمات در برابر چشمهاش می رقصیدند و می گریختند. تسلیت به تمامی هنرمندان، ضایعه بزرگ. تسلیت به خانواده محترم استاد ناصر دلخون. و کدام خانواده؟ او که کسی را نداشت. شاید او یک مادر پیری داشت و شاید زن و بچه دار بود، اما اصلا او آدمی عادی نبود. نیما یوشیج در نامه‌ای به او نوشته بود که دلخون عزیز پیغمبر شده است و چرا از پیله در نمی آید؟ و استاد شهریار در یک سفر که به آنجا آمده بود یک شب در منزل او مانده بود و گفته بود ما شهر نشین شده ایم و دور من را گرفتند. بیا ببین ما چه می کشیم دلخون. روزنامه را تا کرد و بدون خداحافظی از پله ها پایین آمد. نمی دانست به کجا برود. احساس سرگشتگی همه وجودش را گرفته بود. به دور میدان نگاه کرد و بعد در خیابان به راه افتاد. آن شب بیش از همیشه دلتنگ بود و نه برای استاد دلخون، برای مادر و آیدا و حتی برای پدر دلتنگی می کرد. اما نیروی او را وامی داشت بگریزد به گوشه‌ای، کنجی، جایی دور از شهر، جایی دور از آدم‌ها. برای پیرزنی دلتنگ بود که می آمد از مادر نان و لوله لامپا و گاه قند می گرفت. دست و پاش فلج بود، فقر از سر و روش می بارید. در دکان خرابه‌ای روبروی مطب دکتر شوشانیک زندگی می کرد و آن روز عصر در آتش منقل افتاده بود و قلبش سوخته بود. باری آیدین برای پیرزنی دلتنگ بود که مرده بود و او می شناختش. می گفتند دختر یک خان بوده و برای خرید عروسی از روستایی به شهر آمده بوده که فلج شده و دیگر پای برگشتن نداشته. بیرون شهر در کاروانسرا خرابه که به کاروانسرای جزامیان شهرت داشت
پیرها، جوانها، معتادها و گرسنه‌ترین آدمها در هم می‌لولیدند و بدبخت‌ترین بچه‌ها عربده می‌کشیدند. آیدین لحظه ای آنجا ایستاد و با قوای تحلیل رفته با احساس خستگی و بیپناهی به طرف خانه فروزان راه افتاد. تنها آن زن می توانست کمکش کند و یا اگر کاری از دستش بر نمی آمد لااقل شب را می توانست آنجا بماند، هرچند که خانهش درست روبروی خانه آنها بود و اگر کسی می فهمید آبرویی برای فروزان نمی ماند. به کوچه خودشان رسیده بود. کارخانه پنکسازی خاموش و تاریک آن پایین افتاده بود. خانه خودشان با آن دیوارهای بلند به نظر می آمد که سال هاست متروک مانده. روشنایی پنجره اتاق فروزان فضای اطراف را گرفته بود. آیدین با هراس گوشه ای ایستاد. سنگی کوچک به پنجره اتاق فروزان زد و خود را در سایه دیواری مخفی کرد. لحظه بعد سنگ دیگری به شیشه پنجره زد و باز زد. آن وقت فروزان پنجره را گشود و با حیرت بیرون را نگاه کرد. آیدین جلو رفت و گفت: این منم، آیدین. فروزان ذوق زده گفت: سلام. دست پاچه شده بود، گفت: صبر کن. با آرایشی غلیظ و چشمهایی که میخندید در را گشود. نفس نفس میزد و میگفت: سلام. آیدین نمیدانست چه کند. فروزان گفت: سلام. آیدین گفت: سلام، و داخل شد. احساس بدی داشت. یاد استاد دلخون افتاده بود که گفته بود این جور زنها آدم را اسیر می کنند. باهاش باش، اما اسیرش نشو. آن شب به درازای هزار شب گذشت. موقعی که شام می خورد، وقتی پیاپی لیوانهای چای را خالی می کرد و حتی وقتی که می خوابید، دلش مثل سیر و سرکه می جوشید. انگار کسی منتظرش است. خوابش نمی آمد. می خواست همان نیمه شب بزند بیرون، سر به جایی نامعلوم بگذارد و بدود. اما در نهایت مقصدش تهران بود. می خواست به هر قیمتی شده دوره دانشگاه را بگذراند و همه ی آرزوهاش را به تحقق برساند. اما نمی خواست متکی به کسی باشد. فروزان گفت: بگیر بخواب. آیدین گفت: حالا می خوابم. فروزان گفت: آن روز که خانه تان آتش گرفته بود، من رفتم آنجا. مادرت در را باز کرد. دیدم دارد به سر و کلش می زند و گریه می کند. گفتم: چی شده؟ خانه شماست که می سوزد؟ گفت: این بیدین ها اتاق بچه هم را آتش زدند. حتی با آن دخمه نمور هم رحم نکردند. آیدین ساکت بود. همانطور که خوابیده بود پلک میزد و فکر میکرد. فروزان گفت: حالا میخوایی چه کار کنی؟ آیدین گفت: میروم. فروزان پرسید: کجا؟ آیدین گفت: تهران. فروزان از جاش بلند شد. نور کمرنگ ماه از پنجره به صورتش میخورد و او را زیباتر جلوه میداد. به نظر میآمد که در پوششی از مه آبی رنگ نشسته است. گفت: من حاضرم با تو بیایم. یک مدت اینجا بمان. من خودم را به تهران منتقل می کنم. آن وقت با خیال راحت برو دانشگاه درست را بخوان. اما تو که قبول نمی کنی؟ با چشمهاش انگار می خواست همه ی آیدین را در چشمهاش جا بدهد. گفت: هر چه که خرج می کنم بعدن به من پس می دهی. قرض حساب کن. آیدین گفت: نه. گفتم که. فروزان گفت: خیلی خوب، از دست تو. کار بانک را که دوست نداری، در فرهنگ هم که نمی خواهی استخدام شوی، اما من توی بانک خودمان خیلی ها را می شناسم که می توانند یک کار خوب برای تو پیدا کنند. آیدین گفت: برای همین آمدم سراغ تو. فروزان گفت: پس به خاطر خودم نیامده ای؟ و بینی آیدین را با دو انگوش گرفت. از دست تو. آیدین گفت: فروزان، تو را به جان هر کس که دوست داری
فردا یک کار پردرآمد برام پیدا کن. فروزان گفت: من نمیدانم چه جور کاری دوست داری. آیدین گفت: هر کاری باشد مهم نیست. فروزان گفت: یک آدم ارمنی هست که در بانک ما حساب دارد. من میشناسمش. اهل ایروان روسیه است. اسمش آقای میرزایان است. فردا باش حرف میزنم. کارخانه بزرگی دارد و فکر میکنم درآمدش هم خیلی خوب است. آیدین پرسید: کجاست؟ فروزان گفت: کارخانه چوب بری رام اسبی. از روز بعد آیدین در کارخانه چوب بری رام اسبی به عنوان کارگر اره‌کش روزمزد مشغول شد. با روزی 3 وعده غذا، یک اتاق کوچک برای خواب، عصرها مطالعه آزاد در قرائتخانه شهر و ماهی 200 تومان حقوق. آقای میرزایان قول داد که چون از شخصیت آیدین خوشش آمده، کمکش خواهد کرد که هر چه زودتر پولی پس انداز کند و بتواند با 1-2 سال کار و مطالعه بار و بندیلش را برای سفر به تهران ببندد. گاه که آیدین به شهر می رفت، سری هم به فروزان می زد و گاه فروزان به رام اسبی می آمد و شبی می ماند. بعد از آن اورهان هم به او سر می زد و از وضع خانه می گفت. از اینکه مادر نگران و ناراحت است، آیدین به او می گفت که قصد ندارد برگردد. اما اگر اورهان بخواهد می تواند به رام اسبی بیاید و اورهان گاه گاه می آمد. یک روز پدر به دیدارش آمد و از او خواست که گذشته ها را فراموش کند. آیدین گفت که بهتر است پدر او را فراموش کند. به چیزی هم نیاز ندارد. زمستان آمد. برف سنگینی بارید. اردبیل، رام اسبی و تمام روستاها یک پارچه سفید شد. مدرسه ها را تعطیل کردند. راه ها بسته شد. اما کار چوب تمامی نداشت. کارخانه در شکاف کوه یا به عبارت دیگر در تنگه‌ای واقع شده بود که رودخانه‌ای با آب صاف از زیر آن جریان داشت. در سمت چپ الوارهای سفید را زیر ستیق کوه در سرپناهی طبیعی ردیف کرده بودند و در سمت راست سالن سرپوشیده کارخانه بود که با پارچه‌های برزنتی جلوش را پوشانده بودند. اره‌های برقی، ماشین‌های خراطی و دستگاه‌های فرزکاری توی سالن بود و چند کارگر و استاد نجار آنجا کار می‌کردند. اما تنها آیدین در فضای آزاد الوار می‌برید. به خاطر کم‌حوصلگی و کم‌حرفی‌اش نتوانسته بود ارتباط نزدیکی با بقیه کارگران پیدا کند. دستکش کانوای آبی رنگی دستش می‌کرد و صبح تا شب نشانه ها را می گرفت و چوب های بزرگ را به قطعات کوچکتر تقسیم می کرد. یک روز صبح صاحب کارخانه او را خواست. آیدین به اتاق که چوبی آقای میرزایان رفت و آنجا کنار در ایستاد. گفت: سلام. آقای میرزایان پشت میزش نشسته بود. گفت: بیا تو ببینم پسر. آیدین داخل شد. بنشین. نشست و نگاه کرد. مردی بود درشت اندام، با چند خال موی نقره‌ای که یک وری روی سرش خوابیده بود و لباسش بسیار تمیز بود و چشمش یک هوا چپ بود. گفت: پسر جان، تو چرا اینجوری کار میکنی؟ آیدین گفت: چجوری کار میکنم آقای میرزایان؟ آقای میرزایان لهجه ارمنی داشت. چهرهش بسیار بشاش بود و به نظر می آمد که همین الان از حمام در آمده است. و اگر کسی دقت می کرد می توانست مویرک های صورتش را ببیند. گفت: من می بینم از صبح تا عصر الوارها را خرد می کنی. شبها هم که به من خبر دادند تا دیر وقت کتاب می خوانی، ها؟ آیدین گفت: بله آقای میرزایان. من کنتراتی کار می کنم. مدیر گفت: می دانم، اما می پرسم چرا داری خودت را هلاک می کنی؟ آیدین گفت: من که روز اول به شما گفتم، می خواهم
خرج 4-5 سال زندگی در تهران را در بیاورم. آقای میرزایان خندید، سر تکان داد و گفت، اگر ماشین همینجور کار کند، 1 سال کلکش کنده می شود. از پشت میز پا شد، کنار پنجره‌ای که منظره برفی روستا جلوش گسترده شده بود ایستاد، گفت، می خواهم واسطه بشوم با پدرت. آیدین حرفش را برید، خواهش می کنم این کار را نکنید آقای میرزایان. لحن التماس آمیز داشت. آقای میرزایان گفت، این طور که شنیدم اختلاف شماها بسیار جزئی است. می شود با پدرت صحبت کرد که تسهیلات لازم را در اختیارت بگذارد که بروی درست را بخوانی. من با پدرت سلام علیکی هم دارم، گمان نکنم حرف مرا زمین بیاندازد. آیدین گفت، مثل این که من مزاحم شما هستم که می خواهید یک جوری ردم کنید. آقای میرزایان درگشت، نه نه، اصلا اینطور نیست، من می خواهم راحت باشی، من 3 تا پسر دارم که هر 3شان آمریکا هستند، هر چه هم کار می کنم به خاطر آنهاست. بنابراین برای من سخت است که ببینم جوانی به سن و سال سرکیس خودم اینجور خودش را هلاک کند که بعدها بتواند درس بخواند. آیدین گفت، من هم زدم به سیم آخر، نمیخواهم کسی زیر بادم را بگیرد. آقای میرزایان گفت، تو پسر فهمیده و باشعوری هستی، به نظر من باید قدری منطقی رفتار کنی. آیدین گفت، اگر کسی دار و ندار شما را یک جا به آتش بکشد، چه می کنید؟ آقای میرزایان گفت، من به تو حق می دهم. فکرهایی هم که داری مقدس و قشنگ است، اما راه های دیگری هم وجود دارد که بتوانی به آرزوهات برسی. آیدین گفت، این قشنگترین راه است. آقای میرزایان گفت، حالا احساس راحتی می کنی؟ آیدین گفت، بله، خیلی. آقای میرزایان سر تکان داد، آمد کنار آیدین، دستی به شانه‌اش زد و گفت، دیروز وقتی داشتی الوارها را می‌بریدی، 3 تا امنی آمدند، آنها را ندیدی؟ آیدین گفت، چرا، دیدمشان. مدیر گفت، آمدند اینجا، پرسیدند، آیدین اورخانی کدام یکی از اینهاست؟ گفتم، چه کارش دارید؟ گفتند، سرباز است. شاکی خصوصی هم دارد. گفتم، 1 هفته دیر آمده اید، چون 7 هفته پیش از اینجا رفت. آیدین لخت و وارفته نگاه می کرد. گفت، سربازی؟ مدیر گفت، بله، خودت که می دانی. این روزها باب شده در روستاها می گردند، سرباز جمع می کنند، اما من نمی دانم چرا دلم نمی خواهد تو را ببرند. این روزها کمی مراقب باش. آیدین گفت، بله آقای میرزایان. مدیر گفت، دلم نمی خواهد درد سری درست شود، نه برای من، نه برای تو. اگر بار دیگر بیایند سراغ تو، کاری از من ساخته نیست. آیدین گفت، بله آقای میرزایان. در همین هنگام از دور، در میان جاده روستا که زیر پوشش برف محو شده بود، 5 امنی به طرف کارخانه می آمدند. تا زانو در برف بودند و تلاش می کردند که به آنجا برسند. آقای میرزایان گفت، می بینی؟ باز هم می آیند. آیدین آنها را دید. از میان آن 5 نفر عیاض پاسبان را هم شناخت که داشت در برف تقلا می کرد. آیدین وحشت زده به اطراف نگاه کرد و گفت، من می روم لای الوارها، من می روم لای الوارها. آقای میرزایان گفت، حالا مخفی شو تا بعدن فکری به حالت بکنم.
بخش 13 پنج شنبه شب برف می بارید. از شب پیش شروع شده بود و تا دوشنبه بعد نیز ادامه داشت. جاده سفید بود و از دور سوسوی چراغ‌های شهر دیده می شد. آیدین پالتو بر تن، تبر بر دوش، با چمدان کوچکی از کتاب‌ها و لباس‌هاش به شهر نزدیک می‌شد. ذهنش آکنده از افکار مقشوشی بود که به شقیقه‌هاش فشار می‌آورد. نمی‌توانست باور کند که پدر در صدد انتقام طراح آن همه توطئه شوم باشد. امنیه‌ها تا عصر در کارگاه نجاری مانده بودند و چنان اطمینان داشتند که دیگر با کسی صحبت نمی کردند. هر کدام در جایی به انتظار نشسته بودند و سیگار دود می کردند. ایاز پاسبان به آقای میرزایان گفته بود علاوه بر اینکه سرباز است، آدم خطرناکی هم هست، افکار چپ دارد. و بعد که از آنجا می رفتند، گفته بود که می داند یکی از افراد چوب بری او را پنهان کرده یا گریز داده، اما به هر قیمتی شده او را به چنگ خواهد آورد. ایاز گفته بود روی پرونده‌اش شاکی خصوصی دارد و اگر شما پناهش داده باشید وای بر شما موسیو میرزایان. با آشفتگی و پریشانی کامل، با دلی غم زده از دروازه تبار قاپوسی وارد شهر شد. برف همچنان می بارید و هیچ اثری از خیابان دیده نمی شد. کپه های برف بود که از بام ها وسط خیابان تلمبار شده بود و تنها راهی مارپیچ برای فایتون مانده بود که حتما تا صبح بعد زیر پوشش برف نو محو می شد. هر آن ممکن بود کسی او را بشناسد یا به طور اتفاقی ایاز پاسبان او را ببیند. با خود عهد کرده بود که در چنین حالتی شاهرگ‌های خود را می‌زند و از آن همه مکافات نجات می‌یابد. اما سرما و برف بیش از حدی بود که کسی جرأت کند از خانه در بیاید. خیابان پهلوی را تا انتها پیمود، به محله گازوران رسید و لحظاتی بعد در محله ارمنستان به کوچه ارمنستان پیچید. و با این احساس که کسی تعقیبش می کند بی آنکه سر برگرداند، در سبز رنگ انتهای آن کوچه بنبست را کوبید. چند تقه و باز حلقه های دیگر. برگشت، سر کوچه در نور تیر چراغ برق تابلوی حمام فانتزی را خواند که مال ارمنی ها بود و اصلا شکل حمام های دیگر نبود. چند لحظه بعد صدای پایی شنید و بعد در باز شد. زنی بسیار کوتاه قد در چهارچوب در ظاهر شد. چارقد سفیدی به سرش بود و چند ژاکت و کت به رنگ‌های مختلف به تن داشت. پیش از آن که چیزی بپرسد، آیدین گفت که از کارخانه چوب‌بری آمده. زن گفت: یادین؟ آیدین گفت: بله، آیدین. زن گفت: بفرمایید. راه باز کرد تا آیدین داخل شود. خانه‌ای بود قدیمی با دیوارهای بسیار بلند و پنجره‌های چوبی تاقدار که پشت دری‌های سفید یا صورتی داشت. وسط حیاط یک حوض گرد و بزرگ یخ بسته بود و در دو طرف حوض باغچه‌های مستطیل شکلی ردیف در کنار هم از دو سو ساختمان را دور می‌زد. ناگاه چشمش به عمارت سفید و زیبایی افتاد. عمارت کلیسا که در سمت چپ حیاط با دیوار بسیار کوتاهی مرزش جدا شده بود. زن گفت: چرا ایستاده ای جانم؟ بیا. و او را به طرف ساختمان برد. جلو ساختمان یک ایوان ششضلعی بود که سه ستون گرد تاق گنبدی آن را به دوش داشت و از دو طرف پله می‌خورد و به در اصلی ساختمان می رسید. زن گفت: برفات را بتکان. آیدین پا کوبید و با دست برفها را از سرشانه هاش پا
پایین ریخت. زن در را باز نگه داشته بود تا آیدین کفش‌هاش را بکند و داخل شود. حال بزرگی بود که یک میز مستطیل شکل وسط آن قرار داشت و ته آن یک شومینه پر از هیزم تمامی آن فضا را گرم می کرد. دور میز پیرزنی بافتنی می بافت. آقای میرزایان و مرد دیگری هم نزدیک شومینه نشسته بودند و یک زن حدوداً 30 ساله موطلایی با مردی آن طرف میز شطرنج می زد. آیدین سلام کرد. آقای میرزایان گفت با مشکلی که بد نخوردی؟ آیدین گفت نه و همان جا مانده بود. نمی دانست چه کار کند. آقای میرزایان گفت بیا گرم شو. پا شد و با او دست داد و راهنماییش کرد که کنار شومینه بنشیند. گفت خجالت نکش پسر جان. غریب میان ما نیست. بعد همه را به او معرفی کرد. برادرم موسیو سورن، دختر برادرم سورمه، خواهرزاده ام میکائیل که فردا صبح عازم ایروان است. ایشان هم مدام یوگینه مادر بزرگ سورمه هستند. آیدین با همه دست داد و نزدیک شومینه روی صندلی نشست. موسیو سورن گفت دستهای شما یخ زده، خب گرمش کنید. آیدین انگار که می‌خواست آتش را ببلعد و از آن گرمای سرخ رخصان هضمی برد. آقای میرزایان گفت این آقای آیدین اورخانی دیپلم ریاضی دارد، شاعر است. میکائیل که سرگرم شطرنج بود گفت به 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 و فیلش را حرکت داد. آقای میرزایان گفت پسر یک تاجر بزرگ خشکبار است، اما کارش بیخ پیدا کرده و ناچار شده از صفر شروع کند. مدت‌ها بود که در کارخانه می‌دیدم عجیب به کار می‌چسبد. گوش می‌کنی سورمه؟ همان کسی که همیشه صحبتش را می‌کردم. سورمه گفت: بله عمو جان. و سرگرم بازی شطرنج شد. آقای میرزایان با خنده گفت: یک خانم بلند بالای خوشگل هم ضامنش شده بود. هر وقت می روم بانک ملی خبرش را می گیرد و حالش را می پرسد. چه نسبتی با شما دارد؟ آیدین گفت همسایه من است. سورمه برگشت. با نگاهی با آیدین گفت شام خورده اید؟ آقای میرزایان گفت نه حتما نخورده. سورمه چه می کنی؟ سورمه پا شد و از اتاق بیرون رفت. موسیو سورن گفت قضیه شما رو من آخر نفهمیدم. چند شب پیش گالو چیزهایی گفت، اما من خیلی مست بودم نفهمیدم چی گفت. سورمه که به اتاق برگشت، آیدین دست به سینه نشسته بود و داشت داستان خود را جز به جز نقل می کرد. صدایش زنگی از خشم داشت، اما همه چیز را بی طرفانه و با آرامش نقل می کرد. انگار برای کسی دیگر این اتفاق روی داده است. بعد سورمه به زبان ارمنی چیزهایی گفت و زیر چشمی به او نگاه کرد و باز ارمنی حرف زد که آیدین نفهمید و یک لحظه این احساس بهش دست داد که چقدر در برابر آن دختر حقیر است. با آن پالتوی بلند تیره، شلوار ماهوتی و بوی چوب که از سر و کلش به مشام می رسید، احساس شرم می کرد. دختر نشست و به بازی مشغول شد. گاه گاهی از گوشه چشم بی آنکه سر برگرداند نگاهش می کرد. نگاهی ثابت و مانا از موضع غرور و انگار به فردی که ترحم بر او رواست. موسیو سورن که بیش از برادرش لهجه داشت گفت عجب روزگاری است. میکائیل گفت آن خانمی که همسایتان است، هیچ کمکی به شما نکرد؟ آیدین گفت، من قبول نکردم. آقای میرزایان گفت، آیدین در شرایطی نیست که به این مسائل بپردازد. عجیب احساس می کنم، اخلاق سرکیس خودم را دارد. موسیو سورن گفت، واقعا خجالت آور است. اینها خیال کردند که برده گرفتند؟ آقای میرزایان گفت، تو آدم محکمی هستی، نگران نباش.
به هر جا که بخواهی می رسی. آیدین گفت، هر قدر که آنها مخالفت می کنند، من بیشتر تلاش می کنم. آقای میرزایان گفت، نمی خواهم بگویم ناجی تو هستم. دنبال دردسر هم نمی گردم، اما نمی دانم چرا از تو خوشم می آید. همانطور که گفتم، به تو کمک می کنم. به عقیده و هدفت احترام می گذارم، اما نمی دانم این پیگرد تا چه زمانی ادامه دارد. و آیا پدرت دست از سرت خواهد برداشت؟ آیدین گفت، یک زمانی متوجه می شود که من از اینجا رفتم. آقای میرزایان گفت، در نظر دارم یکی دو سال مخفیت کنم، اما می توانی طاقت بیاوری؟ آیدین گفت، بله، و به مادام یوگینه نگاه کرد که با جدیت مشغول بافتن چیزی ارغوانی رنگ بود. در همین هنگام آن زن کوچک‌اندام با سینی غذا وارد شد. سینی را روی میز گذاشت و رفت. آقای میرزایان گفت، اگر گرم شده ای بیا شام بخور. زیاد هم سخت نگیر. مونسیو سالن گفت، آره بابا، قصه نخور. آقای میرزایان گفت، تهیه ندیده ایم؟ در حد شکم سیر کردن. آیدین گفت، ممنونم. نمیخواستم به زحمت بیفتید. و به سورمه نگاه کرد و او سری تکان داد و لبخند زد. موسیو سرن گفت، پدرت آدم اخمویی است، اما فکر نمی کردم اینقدر بیرحم باشد. دختر همچنان او را نگاه می کرد. آیدین به این فکر بود که چطور می تواند در برابر آن نگاه ها غذا بخورد. با اصرار موسیو سرن و مادم یوگینه و آقای میرزایان پشت میز نشست و با لرزشی در دست ها قاشق برداشت. آقای میرزایان به زبان ارمنی حرف زد و آنها به آیدین نگاه کردند. بعد مادام یوگینه گفت، پس مادر شما چی؟ با پدر مخالفت نکرد؟ و همچنان به بافتن ادامه داد. آیدین گفت، شما که بهتر می دانید، هر چه باشد مادرم زن است و مردهایی مثل پدرم. و ساکت ماند. نمی دانست چه صفتی برای پدر به کار بگیرد. بعد از شام میکائیل گفت، می شود یکی از شعرهاتان را بخوانید که من وقتی به ایروان رسیدم برای دوستانم تعریف کنم؟ آیدین سرخ شد. مضطرب گفت، چیزی نیست که قابل شما باشد. میکائیل گفت، شکست نفسی می فرمایید. و سورمه چنان قشنگ لبخند زد و از گوشه چشم به او خیره شد که آیدین احساس کرد ته قلبش می لرزد. تا آن روز هیچگاه از زیبایی چیزی یا کسی مبهوت نمانده بود و تا آن روز هیچ موجودی او را این چنین متزلزل نکرده بود. گفت، نمی دانم کدامش را بخوانم. سورمه گفت، همه را. و خندید و باز خندید. آیدین چشمهاش را در خاطره صورت سورمه بست. سعی کرد افکار خود را متمرکز کند. لحظه ای آرام ماند. بعد گفت، آخر همش یادم نیست. آقای میرزایان گفت، هرچی که یادت هست بخوان. سرمه با لحنی جدی گفت، بخوانید. خواند. خون گدایی همچو من رسمی زحلاج است و بس. زنجیر عشق سلسله ماند به پا تا پای دار. ای ابر عشق دردمند، ای دختر قدار بند، من تار تو زخمی بزن، امشب بیا بر من ببار. لب بستم از هجر تو، مردی ز خیل مردگان، هم برزخ این روزگار، هم ترس از پایان کار. دردا که دل در ماتم است،
کی می تواند از فراق بگریزد از این آشیان تا کی بماند روزدار. بلبل چه می داند که بر بام کدام آید فرود، آزاده و آریز شب بنداردت آزادگار. آگم تو چنگن در خروش چون زخم بر من می زنند، این مردمان رنگ رنگ، این دشمنان نابکار. امشب نگار سرکشم، دزدیده قلب آتشم، آتش فشان خاموشم، تصویر سرد کوهسار. ای وای بر سوت دلان و عاشقان بینشان، متروکه های بین راه، ویرانه های شادخواه. آتش زنید بر خانم، این جسم را بی جان کنید، خاکسترم بر باده ها، تندیس من مردانوار. پرچم نشان یادها، هم بر فراز بام ها، فرسوده در ایام ها، عشق نهان یاد. همه براش کف زدند، حتی مادام یوگین بافتنیش را روی میز گذاشت و دست زد. دست‌های آیدین روی میز می‌لرزید و سورمه طوری به او نگاه می‌کرد که انگار می‌خواهند ازش عکس بگیرند. آقای میرزاجان گفت: آفرین، آفرین، شاعر قابلی هستی پسر. سورمه گفت: این شعر را برای کی گفته ای؟ آیدین گفت: نمیدانم، همین طوری، و شانش را تکان داد. موسیو سرن گفت: عجب روزگاری است، قشنگ بود. میکائیل گفت: البته هنوز پخته نشده. آقای میرزاجان گفت: میکا، انصافا شعر دلنشینی بود، نبود؟ و بعد آیدین گفت: این شعرها را تو کجا یاد گرفته ای؟ آیدین گفت: پیش استاد ناصر دلخون. آقای میرزاجان چشمهاش را گرد کرد. دلخون؟ آدم را به وحشت می اندازی پسر، انگار کلت روی تنت سنگینی می کند، مثل همان دلخون. موسیو سرن گفت: می شناسمش، می آمد مغازه من قهوه و چای می گرفت، آدم لاغری بود با موهای زنانه، سبیل کلوفتی هم داشت، نمی دانم درویش بود یا کمونیست، ولی آدم عجیبی بود. یک روز خبر شدیم که کلکش را کندند. میکائیل گفت: یک شعر دیگر هم بخوانید. آیدین گفت: متاسفانه یادم نیست. چهرهش در هم رفت و با صدای گرفته‌ای گفت: متاسفانه یادم نیست. میکائیل گفت: شما شعر نو بلد نیستید؟ آیدین گفت: اتفاقا من پیرو نیمایوشیچ هستم، اما یادم نمی آید. سورمه گفت: مگر ننوشته اید؟ آیدین گفت: نوشته بودم، اما می دانید که همه را پدرم به آتش کشید. میکائیل گفت: استعداد خوبی دارد، امیدوارم که شاعر خوبی بشود، و به بازی شطرنج ادامه داد. سورمه گفت: کیش؟ لحظه ای سکوت کرد و باز گفت: کیش؟ یک ساعت است که کیش شده ای. میکائیل گفت: اوه ببخشید، اشتباه کردم، حواسم پرت شد. موسیو سرن گفت: اگر مشکلی نداشتی می بردمت مغازه خودم، آسیاب کردن قهوه را یادت می دادم، بالاخره یک لقمه دان در می آوردیم و صفا می کردیم. و برای آیدین در لیوان خودش شراب ریخت. سورمه گفت: باز هم کیش؟ آقای میرزاجان گفت: نمیتواند آفتابی بشود، نمیتواند از شهر برود بیرون، باید یک جای امنی مشغول شود تا در آینده نمیدانم چه میشود. آیدین گفت: بله، هر جا باشد مهم نیست، مهم این است که نمیخواهم متکی به کسی باشم، میخواهم کار کنم.
آقای میرزاجان گفت: هرچه فکر میکنم میبینم هیچ جا امن نیست مگر زیر زمین کلیسا، همان جایی که از اول فکرش را کردم. سورمه اخمهاش در هم رفت و تقریبا داد کشید: عمو، آنجا انقدر تاریک است که آدم وحشت میکند. آقای میرزاجان گفت: برق میکشیم، آنجا را کارگاه میکنیم، برای آیدین چه فرقی میکند؟ همانجا کار کند، همانجا بخوابد، زندگی کند تا تکلیفش مشخص شود. سورمه گفت: آنجا خیلی ناجور است، پر از موش و سوسک است. آیدین گفت: من حاضرم در یک غار زندگی کنم و به هدفم برسم. پدرم میخواهد مرا به زانو درآورد، اما... و باز سکوت کرد. آقای میرزایان گفت: بله، خودش باید آنجا را مرتب کند. وسایل بهش میدهم، کارگاه را راه بیاندازد، یک کار سبک دست بگیرد. چه کارهایی بلدی؟ آیدین گفت: استاد دلخون هم گاهی قاب سازی می کرد. من هم بلدم. آقای میرزایان گفت: چه بهتر، پس قاب سازی. و از شوق خندید و لیوانش را سر کشید. آیدین گفت: از چوب خوشم می آید. از کار چوب خوشم می آید. آقای میرزایان گفت: من می دانم چه می خواهد. از فردا 100 کلاس زهوار قاب می آورم. پیچ دستی، میخ، چکش، چسب، میز کار، از صبح تا شب چند تا قاب می تواند بسازد. خب مزدش را می گیرد. شبها هم بنشیند، کتاب و درس بخواند. آدمهای بزرگ خیلی سختی کشیدند. پیغمبرانی بودند که چوپانی می کردند. پیغمبرانی نجار بودند. سورمه گفت: کیش و مات. و پا شد کنار میز ایستاد. آیدین گفت: از کی باید بروم؟ آقای میرزایان گفت: از صبح فردا. صبح روز بعد آقای میرزایان قبل از رفتن به کارخانه آیدین را به آنجایی که قرار بود بماند راهنمایی کرد و گفت: حالا دیگر نمی شود ریسک کرد. به ما هشدار دادند. تو هم به درد سر می افتی. می دانم که سخت است، اما باید مقاومت کنی و تن به کار بدهی. هرچه باشد اینجا از زندان و سربازخانه بهتر است. من نمیگذارم تنها بمانی. برایت کتاب و روزنامه تهیه میکنم و در مقابل توقع دارم که صبور باشی. میدانی که اینجا کلیساست. گاهگاهی افراد میآیند و اگر تو را ببینند. خب اینجا شهر کوچکی است. برف میبارید. آنها تا زانو در برف فرو میرفتند. آیدین گفت: شما مثل ملائک هستید. آقای میرزایان گفت: نه، اینطور نیست. ما با هم یک کار تجاری انجام می دهیم و من باید از تو حمایت کنم. و با انگشت آن سوی کلیسا را نشان داد. آنجاست. پله های زیر زمین درست در کنار دیوار عمارت کلیسا بود. برویم پایین. خودش جلو افتاد و در حالی که از پله‌ها پایین می‌رفت با صدای رگدارش توضیح می‌داد که انسان مدام باید مشغول کار باشد، سازندگی کند، وگرنه از درون پوچ می‌شود و بیکاری بدتر از تنهایی است. آدم بیکار در جمع هم تنهاست. در چوبی توسی رنگی را گشود. لولاها صدای خشک وهم‌انگیزی داشتند. و بعدها آیدین دانست که آنجا محل سکونت مستخدم کلیسا بوده که سابق بر این مرده است. مردی بوده از اهالی بادکوبه و موهاش سرخ بوده و همیشه پیراهن سفید یقه آهاری می پوشیده و روزی در سالهای جنگ در همین زیر زمین فراموشش کردند و 2 روز بعد که به سراغش رفتند با جنازه کبود شدهش روبرو شدند. انبار بسیار بزرگی بود که در یک گوشه آن چند خمره روسی در کنار هم ردیف کرده بودند. چند جعبه چوبی آن طرفتر بود و 4 ستون در وسط تاقهای گنبدی را نگه می داشت. آیدین شمرد. 9 تاق بود. در انتهای انبار اتاقکی بود که پرده‌ای جلوش آویخته بودند. آقای میرزایان گفت: خوبیش این است که اینجا زمستان گرم است و تابستان خنک.
و با دو انگشت پرده را کنار زد و پیش از اینکه داخل شود پرده را با ضرب کند و به گوشه ای انداخت. درون اتاق یک تخت، یک میز و یک صندلی قرار داشت، ساده و حقیر و کوچک، مثل زندان، و همه چیز پوسیده و کهنه، با دیوارهای آجری که درزهاش با سیمان آبی رنگ بند کشی شده بود، و چقدر غم‌انگیز بود. به نظر می آمد آنجا هیچ وقت تمیز و مرتب نشود، اما چند روز بعد به کارگاهی مبدل شد که اشتیاق کار در دل آدم جوانه می زد. میز کار درست زیر دریچه شیشه‌ای سقف بود و روشنایی ملایمی روی میز می افتاد. ابزار قابسازی را به ستون سمت راست در جعبه کار آویخته بودند. اره‌ها، چکش‌ها، پیچ دستی‌ها و انبرها. یک بخاری هیزومی حلبی کارگاه را گرم کرده بود. پرده آبی رنگی جلو اتاقک آویختند، برق کشیدند، تخت خواب را عوض کردند، میز و صندلی نو آوردند و یک قفسه هم گذاشتند که در طبقه بالا کتابهاش را بگذارد و در طبقه پایین لباسهاش را. آیدین از روزی که دست به کار شد 30 قاب عکس چوبی می ساخت و بعد که فارسی کردن چوب را خوب یاد گرفت روزی 50 قاب هم می ساخت. هر روز صبح آقای میرزایان آنها را به فروشگاهش می برد و از آن پس کار فروشگاه صنایع چوب گالوست با قاب عکس های ظریف و زیبا بالا گرفت. آقای میرزایان برای هر قاب 1 تومان مزد می داد. ابزار و مواد اولیه را در اختیار آیدین می گذاشت و زن خدمتکار روزی 3 بار براش غذا می آورد. بر روز نزدیک غروب دریچه شیشه‌ای سقف یا به قول سورمه پوچکا باز می شد. چهره سورمه در چارچوب آن ظاهر می گشت که لبخند می زد. سلام می کرد و روزنامه روز قبل را پایین می انداخت و می رفت. از آن پس آیدین تمام روز را به شوق یک دیدار آنی کار می کرد که سورمه شیشه مشجر سقف را می گشود و تمامی خستگی آیدین را بر زمین می گذاشت. دیداری که انگار دریا را به تلاطم وامی داشت، زمان را کند می کرد و شور و عشقی پنهانی در دل آیدین می پروراند. هفته ها و ماه ها گذشت و او خانوادش را از یاد برد، شعرهاش را به کلی فراموش کرد و باز لاغر و لاغرتر شد. یک روز کار و در پایان روز یک لحظه دیدار، دیدار چشمهایی به رنگ عسل. بخش 14. بهار هم از راه رسید. آفتابی نه چندان گرم تابید. برف ها آب شد. دریچه سقف روشنایی بیشتری به درون می داد و روزی 2 بار
آن محوطه و آن شیشه های زخیم را کسی با دقت می شست. و گاه چند قطره آب جلو میز آیدین فرو می ریخت. کار در کارخانه قاب سازی گالوست ادامه داشت. قاب عکس های ساده، قاب عکس های کندکاری شده و رنگ های طلایی، قهوه‌ای و سیاه در گوشه کارگاه ردیف شده بود. هیچ کس نمی دانست آقای میرزایان این قاب های ظریف و زیبا را از کجا می آورد و سازندش کیست. حتی وقتی یکی از مغازه‌دارها پرسید آقای میرزایان کارخانه کجاست؟ او جواب داد فکر می کنید این قاب ها در اردبیل ساخته می شود؟ نه، آنقدر ظرافت و مهارت در آنها به کار رفته بود که بعید به نظر می آمد ساخت این مملکت باشد. اما بسیار ارزان بود و حالا شاید در تمام خانه های شهر یکی دو تا از این قاب ها زینت بخش عکس مردگان و یا تصاویر و مناظر شده بود. حتی اورهان هم یکی از این قاب ها خریده بود و درست روبروی آشپزخانه به دیوار کوبیده بود. با عکسی از حضرت علی نشسته بر سجاده عرش، شمشیر دو سر در بغل، امام حسن در طرف راست با لباس سبز و امام حسین در طرف چپ با لباس سرخ. ملائک بالای سرشان چتر گشوده بودند و نور ازلی از پشت سرشان به ابد تابیده بود. روزی نامه‌ای بدون آدرس فرستنده به خانه انداخته شد که آیدین خبر سلامتیش را داده بود و نوشته بود که هیچ احساسی به خانه و خانواده ندارد، اما گاهی دلش برای مادر و آیدا تنگ می شود و راستی حال سهراب کوچولو چطور است؟ آیا آیدا باز هم به آنجا آمده و رفته است؟ و نوشته بود که حاضر است در محضر امضا بدهد که هیچ حقی از آن خانواده ندارد، به شرطی که پدر دست از پیگرد بردارد و بگذارد که او گوشه‌ای به زندگیش ادامه دهد. و نوشته بود که چرا آدم‌ها خودشان تفرقه ایجاد می‌کنند و این همه از همدیگر بیگانند و چرا انسان این همه تنهاست و همین چیزها. نفس تنگی مادر شدت یافته بود. نمی دانست که آیدین کجاست، اما می دانست که تنهاست. اطمینان داشت و مدام می گفت بمیرم برای تنهاییت. وقت و بی وقت گوشه‌ای به گریه می نشست و هرچه می گریست دلش آرام نمی شد. احساس می کرد دوقلوهاش سرنوشت خوبی نداشتند. آیدا در آبادان بود و کمتر خبری ازش می رسید و آن هم تلگرافی، حاکی از سلامتی خود و بچهش. و حالا دیگر فاصله ها بیشتر شده بود. اما آیدین در همان شهر مثل قطره آب انگار در زمین فرو شده بود که هر چه می گشتند پیداش نمی کردند. مادر بارها اورهان را به کارخانه چوب بری رام اسبی فرستاد و نتوانست سر نخی پیدا کند. یک بار هم خودش به کارخانه رفت و هیچ نشانی از او نیافت. دست به دامان آقای میرزایان شد. آقا ریزوان را به پول تطمیع کرد. به خانه عیاض پاسبان رفت و زنش را واسطه قرار داد. به قرائتخانه رفت و همه بیفایده. روزی به کلیسای مریم مقدس سر زد و به خانه گالوست میرزایان رفت. مدام یوگینه پیر را دید، سورمه را دید، موسیو سورن را دید و با همگی آنان صحبت کرد. اشک ریخت. از بیچارگی خود، از نگرانی و دل بی صاحب ماندش که اینقدر شور می زند. آنها به او گفتند که نه تنها خبری از آیدین ندارند، بلکه اصلا او را نمی شناسند. مادر گفت که پسرش شاعر است، چطور آنها نمی شناسندش؟ و آنها گفتند که اسمش را شنیدند، اما او را نمی شناسند. پس چه باید کرد؟ زمانی که مادر به خانه برگشت، احساس کرد که آن دختر را انگار جایی دیده بوده است. به نظرش آشنا آمده بود. انگار نشانه هایی از آیدین در چهره آن دختر وجود داشت که او آنها را می دید.
بویی از آیدین شاید، یا لرزشی در دستها، یا دو دو زدن چشمها هنگامی که او نام آیدین را بر زبان آورده بود. روز بعد باز مادر به کلیسای مریم مقدس رفت و آن دختر را دید که داشت زمین را با شلنگ می شست و به گلها آب می داد و گاه گنجشک ها را خیس می کرد. مادر روی پله های ساختمان کلیسا نشست و گفت، دختر جان، اسم تو چیست؟ و او جواب داد، سورملینا. مادر گفت، سورمه، چه اسم قشنگی، چقدر شما شبیه آیدین و آیدای من هستید. و باز گریه کرد و خیره ی حرکات دختر شد و غروب به خانه بازگشت، خسته، بیچاره و غمگین. نگرانی مادر به پدر هم سرایت کرده بود و او را که سخت و نفوذ ناپذیر به نظر می آمد تکان داده بود. پدر از ایاز کمک خواست. شهر را تا آنجا که ممکن بود گشتند. روستاهای اطراف، سربازخانه ها، مریض خانه، گورستان و آخرین نشان این که در زمستان دو سال پیش شبی از رام اسبی رفته بود و دیگر باز نیامده بود و به راستی کسی نمی دانه. هیچ کس. آقای میرزایان که علاوه بر سود مادی و عایداتش در قابسازی به شرافتش سوگند خورده بود که آیدین را نفروشد و از او حمایت کند، سرسخت پاسخ می داد که بعد از پیگیری ها و موی دماغ شدن های امنیه ها آیدین را اخراج کرده است، چون امنیه ها تهدیدش کرده بودند که اگر او شریک جرم آیدین اورخانی باشد، وای به حالش. پس کجاست؟ و مادر هیچ جوابی برای آیدا نداشت. روز آخر که آبادانی به سراغ زن و بچهش آمده بود، همه جا را زیر پا گذاشتند و بعد بی آنکه آیدا بتواند آیدین را ببیند، رفت. پروار که سهراب در آن 15 روز یاد داییش می افتاد، مادر او را بغل می کرد و زار می زد. زندگی در خانه پدر تلخ و دشوار شده بود. مادر حوصله‌اش را از دست داده بود. پدر نعره می زد و نتیجه‌ای هم نمی گرفت. دیگر از آن همه غذاهای رنگ و رنگ و خوشمزه خبری نبود. مادر مدام مریض بود. اورهان ترک تازی می کرد و همه امور حجره و خانه را در قبضه خود گرفته بود. خرید، فروش و تصمیمات دیگر. اما یوسف در آن اتاق کوچک و نیمه تاریک زوزه می کشید. گچ دیوار اطرافش را با ناخن می کند و می خورد. کاه گلها را می خورد و نمی توانست خشتهای پخته را بیرون بکشد. زوزه می کشید. بوی گند از اتاق بیرون می زد و تمامی خانه را می پوشاند. پدر داد می زد، ای خدا، این یکی را از ما بگیر. رابطه پدر و مادر سرد و بیروح شد. یکی دو کلمه حرف از روی ناچاری و بعد هر یک به درد خود مشغول زندگی نکبتی می شدند. مادر می گفت، بچه‌ام را در بدر کردید. فروزان می گفت، یعنی کجا رفته بی خبر؟ اورهان می گفت، حتما رفته تهران که درس بخواند. پدر همه نظرها را رد می کرد، نظر خودش را هم رد می کرد، چون دچار سردرگمی عجیبی شده بود. معلوم نمی کند، نه دین و ایمان درست حسابی داشت، نه کسب و کاری بلد بود، نه به حرف من می رفت. حیف آن همه استعداد، حیف. زمانی که بچه بود حتی یک خیال نمی داد که من براش پوست بکنم. می گفت خودم. انگار این آدمیزاد نیازی به کسی ندارد. اما نمی دانم، اگر به تهران رفته باشد دیگر هیچ، فکرش را باید از سر بیرون کنیم. ایاز می گوید شاید از مرز رفته باشد. مادر گفت، ای که به گور پدران عیاز. و در تب غم‌انگیز هجران می سوخت. و بعدها که این چیزها را برای آیدین تعریف می کرد، چنان اشک می ریخت که آیدین را هم
به گریه می انداخت. باری آیدین رمیده و بیخبر به هیچ وجه قصد بازگشت و حتی رد نشان دادن نداشت. وقتی مادر این چیزها را براش می گفت، نفس عمیقی می کشید و تنها می گفت چه می شود کرد؟ از سپیده صبح تا شب قاب عکس می ساخت، کندکاری می کرد، روزنامه یا کتاب می خواند و او نیز در تب عشق یک طرفی می سوخت. تا غروب از راه برسد، سورمه دریچه سخت یا به قول خودش پوچکارا بگشاید، او را صدا بزند، آقای آیدین، روزنامه یا کتابی به درون بیاندازد و برود. نه حرفی، نه ارتباطی و نه حتی لبخندی. گذشت زمان از تصمیم جنون‌آمیز او کاسته بود و او به امید اینکه بالاخره عشق سورمه را تصاحب خواهد کرد به کار پناه برد. انتظار زمان را کش می‌داد و به شکل شیشه‌های مات و کلفتی در می‌آورد که زائران کلیسا بر آن پا می‌گذاشتند و عصرها کسی آنها را می‌شست. بعد قطره قطره جلو میز آیدین آب می‌چکید و او که منتظر بود در تابش نوری نارسا از لامپ کارگاه به صورت سورمه خیره می‌شد و زبانش بند می‌آمد، قلبش می‌تپید و دهانش خشک می‌شد. چه می‌خواست که به او بگوید؟ خودش هم نمی‌دانست. هر حرف شاید مثل تیر خطا او را فراری می‌داد و در گرد و غبار پیش دیگر محال بود که او را ببیند. نمی‌توانست و شاید نمی‌خواست باور کند که این تحکم، این ناز و کرشمه و این بی‌توجهی محض جزو طبیعت سورمه است. آدمی است که هیچگاه غذا نمی‌خورد، هر جا که بخواهد هست، نشسته بر ایوان خانه یا بر گلدان چینی روی تاخچه، در لابلای برگ‌های درخت، حتی میان شعله آتش. عاشقش شده بود، اما حتی به خود هم نمی‌توانست بگوید که عاشق اوست. همه جرأتش را از دست داده بود و بر اثر یک نواختی محیط و نبودن نور خورشید، آن عادت یک نواخت و کار رنگ پریده و لاغر و پیر شده بود. آدمی شده بود ترسو که با هر صدایی قلبش شروع می کرد به زدن، با صورتی سیماب گون، پرچروک، پیر و تقلایی که تمامی نداشت. روزی 50 قاب می ساخت و پولش را در کشوی قفسه می گذاشت، اما نمی دانست برای چه می سازد، برای چه پول ذخیره می کند و تا کی در آنجا خواهد ماند. عشق و حراس سرکوفته او را از درون می خورد و پوک می کرد. عشق به آدمی ناشناخته و حراس از آدمهای آشنا. و حالا نمی خواست بداند که برای چه زنده است. حتی یک بار هم از آقای میرزایان نپرسید که
تا کی در آن زیر زمین نمور بی آفتاب خواهد ماند. اما برای او احترام فوق العاده ای قائل بود و خوش بود به تعداد قاب‌هایی که می ساخت و کندکاری می کرد و خوش بود به غروب و پوچکا. پوچکا گشوده شد. انبوه موی بور و صاف به درون ریخت. صورتی بدون لبخند، جدی، با وقار فاخری همراه با خشم، لحظه ماند و آن وقت گفت: آقای آیدین. آیدین گفت: بله. سورمه گفت: در را باز کنید، میخواهم بیایم آنجا. رخوتی سرد تمامی بدنش را گرفت. رنگش پرید و با لرزشی در دست ها چفت در را باز کرد. با خود گفت: خدایا، جواب موسی و سورن و آقای میرزایان را چه بدهم؟ سورمه به درون آمد، با آن دو چشم درخشان، و ابروهای بسیار نازک و گونه‌های برآمده وسط محوطه کارگاه ایستاد. بلوز سبز تندی تنش بود و چقدر گردنش بلند به نظر می‌آمد و قلبش چه تند می‌زد. آیا همیشه قلبش تند می‌زد؟ آیا دویده بود؟ همیشه می‌دوید؟ پس چرا قلبش تند می‌زد؟ آیا اگر نگاهش می‌کردند بعدش می‌آمد؟ و چقدر هیچ چیز دیده نمی شد. زمان از حرکت و صدا باز ماند. آنجا زمین های قاچ خورده به افق امتداد می یافت و هیچ رنگی نداشت. گلها خشک بودند و باد نمی وزید و پوست سر یک بار ور می آمد و بی وزنی سیال آدم در فشار تندی می خواست بترکد. نه روز بود نه شب، پس کی بود؟ و چرا چیزی مدام می کوبید؟ سورمه گفت: قلب شما. آیدین یک بار به خود آمد. در برابر سورمه ایستاده بود. فکر کرد خواب می بیند. سورمه گفت: دارید می لرزید؟ تنها توانست بگوید: شما را به خدا از اینجا بروید. سورمه گفت: کجا بروم؟ صداش مثل مخمل بود و لعاب داشت، تنین میانداخت، به لاله های گوش و به پلک های چشم ساییده میشد. واحدین از او میترسید، از رسوایی میترسید، از اینکه دختر را به چوب ببندند تا آدم شود میترسید، از اینکه او را با رسوایی از آنجا بیرون کنند و در شهر جار بزنند که او نمک به حرام است میترسید. و نمی دانست چه کند. گفت: اگر شما را اینجا ببینند برای هر دوی ما خوب نیست. سورمه گفت: خوب نیست؟ چرا خوب نیست؟ این که مسائل را نمی فهمید آیدین را زجر می داد. احساس کرد زانوهاش می خمد. روی زمین مثل فانوس تا شد. گفت: شما را به خدا از اینجا بروید. به التماس افتاده بود. می خواست گریه کند. آن وقت سورمه بی توجه به او کارگاه را دور زد. ترس عزیز، برادر مرگ عزیز. و بعد با تحکم خاصی گفت: من هر جا که لازم بدانم می روم. یک کتاب و دو روزنامه در دست داشت. آنها را روی میز کار آیدین گذاشت. به دریچه سقف نگاهی انداخت و بعد پشت میز کار آیدین نشست. دو میخ کوچک برداشت و با دقتی عجیب آنها را روی میز کوبید. ابزار کار را توی دستهاش گرفت و بعد خواست که یک قاب عکس نیمه کاره را تمام کند که نتوانست. آیدین گفت: اجازه بدهید، اینجور نیست. سورمه گفت: خودم می دانم چه باید بکنم. و بعد گفت: اینجا محیط مناسبی نیست، رنگ شما پریده است. با این ریش بلند و موهای عجیب غریب آدم را به وحشت می اندازید. آیدین گفت: چه می شود کرد؟ سورمه تون جواب داد: همه کار می شود کرد. آیدین گفت: نزدیک دو سال است که کسی به دیدن من نیامده به جز آقای میرزایان. سورمه گفت: شما آدم بسیار ترسویی هستید. من آمدم اینجا
اما شما اصلا اهمیتی نمی دهید. آیدین گفت، امروز برای من روز بزرگی است خانم. آیدین حس کرد که گرمای نابهنگامی به صورت و گوشهاش دویده است. گفت، حالا دیگر عادت کردم. سورمه همانطور که با ابزار کاربر می رفت گفت، یکی دوبار هم پدرم آمد به دیدنتان. آیدین گفت، پدر شما آدم خوشمشربی است. سورمه گفت، من چی؟ آیدین گفت، شما طوفانید. سورمه گفت، اول خودم باش نابود می شدم. اینطور نیست؟ آیدین گفت، نه، چون طوفان هیچ وقت نابود نمی شود. سورمه گفت، من یک زنم. آیدین گفت، قوقا. سورمه گفت، اینها همش احساس است، واقعیت که نیست. آیدین گفت، واقعیت من فقط تلخی است. سورمه گفت، زندگی بیشترش تلخی و تلخ کامی است. آیدین گفت، شما چرا؟ سورمه گفت، خب بالاخره. آیدین گفت، من این پنجره سقف را خیلی دوست دارم. سورمه گفت، پوچکا، چرا دوستش دارید؟ نگاهی به پنجره انداخت و از سر شوق خندید. آیدین گفت، چون شما هر روز آن را باز می کنید و یک لحظه و ساکت ماند. سورمه باز خندید، جوری که آیدین احساس کرد حرف بچگانه ای زده است. سورمه گفت، برای شما چه اهمیتی دارد؟ آیدین گفت، خوشحال می شدم. سورمه گفت، همین؟ آیدین گفت، بله، همین. سورمه گفت، عجب. دن برده است، انگشت کشید و آن را کنار گذاشت و بعد چکش را برداشت. شما قبلا کسی را دوست داشته اید؟ آیدین گفت، نه. سورمه گفت، ولی من سالها قبل ازدواج کردم و شوهرم 3 ماه بعد از عروسی تصادف کرد. سر برداشت. با آیدین نگاه کرد و گفت، و مرد. آیدین گفت، نمی دانستم. سورمه گفت، خوشبختانه بچه ای ازش ندارم. آیدین گفت، دوستش داشتید؟ سورمه گفت، اصلا. آیدین گفت، چرا ازدواج کردید؟ سورمه گفت، نمی دانم. آیدین گفت، چی شد که امروز به دیدن من آمدید؟ سورمه گفت، نمی دانم. همینطوری دلم خواست که بیایم پیش شما. آیدین گفت، من خیلی خوشحال شدم. سورمه گفت، خیلی خوب. کف دستش را بالا آورده بود و حالا داشت از پشت میز پا می شد که راه بیفتد و با هر قدم چرخشی در موهاش می داد. آن وقت به طرف اتاقک آیدین رفت. جلو اتاقک ایستاد، با یک انگشت پرده را کنار زد و به درون رفت. آیدین نمی دانست آنجا بایستد یا به درون برود. لحظه ای ایستاد و باز صبر کرد. بعد هنگامی که تصمیم گرفت پرده را کنار بزند، سورمه بیرون آمد. گفت، سر و وضعتان را مرتب کنید، ریشتان را بزنید، موها را کوتاه کنید، گاهی بیایید بیرون که آفتاب به شما بخورد. و همانطور که حرف می زد از پله ها بالا رفت و رفت. قیافه کولیوار که گاه موهاش را رها می کند و گاه شال گردنی به دور سر و گردن می پیچد، گاه ارغوانی می پوشد و گاه بنفش، گاه مهربان است و گاه تند، و رسوبی از این دختر کولی آیدین را به مجسمه ی سنگ نشسته بر لبه تخت و غرق در سختی وجود سنگ مبدل کرده بود. آن شب یاد مادر و آیدا افتاد و یاد پله های خانه افتاد و دلش برای زیر زمینی که شعله های آتش از آن زبانه می کشید تنگ شده بود و یاد جمشید دیداغ افتاد که پسر ماهی بود و
و وقتی می آمد با آن قد درازش جلو خانه یک پاش را به دیوار می گذاشت و تکیه می داد تا اورهان بیاید. آن شب یاد هر چیز و هر کس می افتاد. ذهنش پر خالی می شد. نمی دانه سورمه از آمدن با آنجا و آن همه گفتگو چه منظوری داشت. گفته بود خیلی تنها هستم. فکرش را بکن. سال هاست که تنها هستم. حضورش نه تنها تمامی آن فضا را پر می کرد، بلکه از نظر آیدین بی پروایش بیش از حد بود. گرم، شلوغ، پرشور و شر. و حالا که رفته بود، انگار وزن زمان را با خود برده بود و بوی عجیبی در مشام آیدین به جا گذاشته بود. بوی نوعی فتنه، بوی تلخی بیداری بعد از خواب قشنگی که آدم دم صبح می‌بیند. گفته بود اگر من بخواهم شعری بخوانید، می‌خوانید؟ آیدین گفته بود لازم است که حتما سر به سر من بگذارید. سورمه گفته بود نه نه، من چنین قصدی ندارم، من فقط می‌خواهم یک شعر بشنوم، اگر دوست ندارید ملزمتان نمی‌کنم. چند روز بعد، هنگامی که آیدین قاب‌های ساخته شده را سنباده می‌کشید که رنگ بزند، دو تقه به در خورد. آیدین در را باز کرد، سورمه به درون آمد، سلام کرد و انگار که آنجا را خوب می‌شناسد، و آیدین را خوب می‌شناسد، در چشم‌هاش حالت کنجکاوی دیده نمی‌شد. یک آینه، یک پارچه سفید و یک قیچی در دست داشت. به طرف صندلی رفت و اشاره کرد که آیدین بنشیند. گفت تازگی ها خودتان را در آینه دیده اید؟ آیدین گفت نه. نگاهش کرد. شرمش شد که چرا خیره‌اش شده است، اما دلش خواست که زیر چشمی باز نگاهش کند. آینه را روی میز واداشت. صندلی را عقب کشید و گفت خیلی خوب، پس بیایید ببینید. آیدین روی صندلی نشست و سورمه پارچه سفید را دور گردنش بست و شروع کرد. بیان که حتی کلمه‌ای حرف بزند، موهاش را با دقتی عجیب، با حالتی مادرانه اصلاح کرد. ریش و سبیلش را مرتب کرد. دست‌هاش در آینه آنقدر تند در هم می‌پیچید که آیدین خیال می‌کرد حالا با قیچی یکی از انگشت‌هاش را قطع می‌کند. سورمه گفت سال پیش مادرتان آمده بود. دوبار. آیدین گفت مادر من؟ و برگشت. سورمه گفت تکان نخورید. یک وقت میبینید یکی از گوشها رفت لای قیچی. آیدین گفت برای چی آمده بود؟ سورمه گفت دنبال شما میگشت. رد شما را از کارخانه گرفته بود و همش خیال میکرد که شما اینجایید. آیدین گفت عجب احساسی دارد. سورمه گفت بله، و چقدر شما را دوست دارد. و در سکوت او ادامه داد. گفت که من خیلی شبیه آیدین و آیدا هستم، اما چشمهای شما تاتاری است و من بورم. آیدین گفت قسم می‌خورم که به خاطر شباهت نبوده، نشانه های می دیده که فکر می کرده من حتما اینجا هستم. سورمه گفت شاید بله و شاید نه. آیدین گفت یعنی چه که شاید بله و شاید نه؟ سورمه خندید و گفت یعنی اینکه احساس مرا نسبت به شما فهمیده است. آیدین گفت مگر احساسی هم به من دارید؟ سورمه گفت چقدر تکان می‌خورید؟ بله که دارم. آیدین با آرامش خاصی گفت عشق شما در من کهنه شده خانم. سورمه گفت لابد مثل شراب. آیدین گفت من به حکم ادب و وظیفه حق نداشتم که شما را دوست داشته باشم. سورمه گفت چرا؟ و دست از کار کشید و با آرنج به میز تکیه داد. درست جلو صورت آیدین. آیدین گفت من نمی رنجم اگر از اینجا بیرونم کنند، اما از اینکه پدر شما از من متنفر باشد می ترسم. سورمه گفت شما تقصیری ندارید، ترسو بار آمده اید، همه جرأت شما را کشتند. با
به آینه نگاه کنید، ببینید چقدر پیر و شکسته شده اید. هایدین گفت، شما فکر میکنید من به محبت نیاز ندارم؟ سورمه دوباره به کارش ادامه داد. همه ی آدم ها به محبت احتیاج دارند. فرق سرش را از وسط باز کرد، موهاش را شانه زد و بعد گفت، ببینید، شده اید مثل عیسی مسیح، فقط باید حمام بروید. آیدین نگاه کرد، هیچ شباهتی با مسیح نداشت و به یک مرد لاغر تاتار که موهاش را آراستند شبیه تر بود. زیر دست سورمه هر چه می کرد نمی توانست جلو هیجانش را بگیرد. گفت، همیشه اینجا آب گرم می کنم و خودم را می شویم. سورمه گفت، ما حمام داریم، از این پس اگر بخواهید می توانید از حمام ما استفاده کنید. آیدین پیشبند را تکاند، بعد رفت سراغ قاب عکس‌ها. سورمه گفت، من خوشم می آید شما کار می کنید. گشتی در کارگاه زد، آن وقت روی زمین دو زانو نشست و مشغول سنباد زدن شد. آیدین گفت، شما دست هاتان را کثیف نکنید. سورمه گفت، چرا اخمای شما همیشه در هم است؟ آیدین گفت، نمیدانم، خودم نمیفهمم. سورمه گفت، همیشه دارید فکر میکنید، انگار کشتی هاتان غرق شده. آیدین گفت، من دنبال خودم در گذشته ها میگردم، ما چیزهایی در گذشته داشته ایم که حالا نداریم. سورمه گفت، مثلا چی؟ آیدین گفت، نمیدانم. سورمه گفت، از این پس هر روز می آیم. و هنگامی که می خواست برود، سری به اتاق که آیدین زد. کمی روی تخت نشست. یکی دوتا از کتاب ها را ورق زد. بعد گفت، شما یوسف نجارید؟ آیدین گفت، خانم سورمه. سورمه گفت، سورملینا. آیدین گفت، خانم سورملینا، اجازه می دهید من شما را دوست داشته باشم؟ سورمه ایستاد، لبخند زد و زبانش را به آرامی به لب بالا کشید. گفت، اختیار دارید. آن وقت آیدین او را بوسید با تمام محبت. او را همچون سرزمینی از پیش تعیین شده از آن خود کرد و بر آن پا گذاشت. بخش 15. روزهای یکشنبه ارمنی های شهر یا اطراف دست دسته به کلیسا می آمدند، دعایی می خواندند، نثر و نیازشان را می دادند و در حیات با صفا و پر از گل و درخت کلیسا ناهار می خوردند و عصر بر می گشتند. روبنای ساختمان آجر قرمز رنگی بود که دو ردیف پنجره دولایه داشت و در وسط درست جلوی در ورودی دو ستون بسیار بلند به سبک باروک تا سقف ادامه یافته بود و بالای آن کبوترها لانه ساخته بودند. یک ستون یاد بود در وسط حیاط از زمین برآمده بود و مجسمه ای از قدیس پیری بر بالای آن قرار داشت که دست به دعا برداشته بود و بعد با
باغچه‌های کوچک از دو طرف ساختمان را دور می‌زد. ساعت سردر کلیسا سالها پیش از کار افتاده بود و در چوبی بزرگ صحن با صدای ناله مانندی باز و بسته می‌شد. از آن همه خادم و نگهبان و سرایدار تنها یک زن کوتاه قد مانده بود که همه کارهای کلیسا و حتی خانه گالوست میرزایان را انجام می‌داد. روزهای یکشنبه علاوه بر زائران مؤمن دست فروش‌ها هم بساطشان را اطراف کلیسا، کوچه ارمنستان و محله گازوران پهن می‌کردند و تمامیان محله خلوت را به بازار مکاری مبدل می ساختند. محله پر می شد از روزنامه فروش ها، لبویی ها، باقلافت ها، سبزی فروش ها، لباس فروش ها، صابونساز های دهات اطراف، اسباب بازی فروش های دقلبازی که سر بچه ها شیره می مالیدند، سلمانی های دورگردی که چای و دارچین هم می دادند و شمع فروش هایی که می خواستند خرج یک سالشان را از این غیر مسلمان ها در بیاورند. فایتونچی ها هم سر کوچه منتظر مسافر چرت می زدند. غیر از روزهای یکشنبه گاه کسی می مرد یا دختر و پسر جوانی می خواستند عروسی کنند. به هر حال باز محل رونقی می گرفت. گلوست میرزایان فایتون میفرستاد خانه کشیش، دستور میداد سورمه برای کشیش غذای نرم و پیر مردانه‌ای بپزد. آن روز خودش سر کار نمیرفت و از موسیو سورن هم میخواست که بماند و به مهمانان چای و قهوه بدهد. عصر چنین روزی که پنج شنبه بود و هوا گرم بود، موسیو سورن به کارگاه رفت که با آیدین قهوه‌ای بنوشد و باش حرف بزند. از مدام یوگینه شنیده بود که سورمه مرتب وقتش را آنجا می گذراند و حالا می خواست بداند آیدین چه جور آدمی است، نظرش چیست و برای آینده چه فکری دارد. آیدین بهش گفت که قصد دارد تا چند روز دیگر از اینجا برود و این موضوع را تا به حال با کسی در میان نگذاشته، اما دیگر تحمل ماندن ندارد. موسیو سورن جا خورد. بروی؟ کجا؟ آیدین گفت تهران. موسیو سورن گفت برای چی؟ آیدین گفت درس بخوانم، زندگی کنم مثل دیگران. موسیو سورن گفت با این تعقیب و گریز، با این وضعیت بد، گمان نمی کنم فکر عاقلانه‌ای باشد. آیدین گفت شاید، اما 4 سال از عمرم توی کارخانه و کارگاه و زیر زمین تلف شد. انگار قیچیش کردند و ریختند دور. می خواهم بروم ببینم چه کار می توانم بکنم. موسیو سورن، من خیلی لطمه دیدم، مدارکم سوخته، شعرها و نوشته هام سوخته، انگار گذشتم را از من بریدند. احساس می کنم کم حوصله شدم و بالاخره که باید بروم. موسیو سورن ناراحت و نگران می نمود و تمام این حالات در رفتار و چهرهش دیده می شد. میخها را روی میز می ریخت و باز جمعشان می کرد. در جعبه را می بست و باز میخها را می ریخت. قاب عکسها را روی هم می چید و باز می رفت سراغ چکش. عصبی می نمود. گفت من به شما حق می دهم. با اینکه وضعیت بدتری از شما داشتم، زندگی من هم سوخت. زنم مرد. بچه هم دانیال که 1 ساله بود مرد. جنگ ما را از هم پاشید. از آن همه شادی و زندگی تنها سورمه برایم مانده که او هم وضع بهتری از من ندارد. شاید به شما نگفته، اما ازدواج بی سرانجام و بدی داشت. شوهرش 3 ماه بعد از عروسی مرد. بعد هم که زمان گذشت و سورمه ذوق و سلیقه‌اش را از دست داد. بارها پسرهای فامیل ازش خواستگاری کردند، اما زیر بار نرفت. ما هم که نمی توانستیم مجبورش کنیم. خب، ماند. حالا وسواسی شده و به مردها با تردید نگاه می کند. نمی توانم بفرستمش ایروان، نه دلم می خواهد اینجا بماند.
اما همه چیز را پشت گوش انداختم و روزها می گذرد. این زندگی ماست. می بینی که وضعیتی بهتر از تو نداریم. با تقدیر هم سر جنگ نداریم. آیدین گفت: بله، راست می گویید. شما هم سوخته اید. اما آخر چه؟ من تا آخر عمرم باید اینجا توی این زیر زمین مرطوب بدون نور بمانم و قاب بسازم، بی آنکه بدانم پولش به چه دردم می خورد، بی آنکه بتوانم از زندگی اجتماعی استفاده بکنم. پس من برای چه به دنیا آمدم؟ موسیو سرن گفت: پس چرا یک بار این تصمیم را گرفته ای؟ آیدین گفت: من خیلی فکر کردم. فرصت زیادی داشتم که فکر کنم و حالا. موسیو سرن گفت: شما جوانید، توی مملکت خودتان زندگی می کنید، تحصیل کرده و فهمیده هستید، اما چرا باید اینجور بشود؟ آیدین گفت: نانیست که پدرم در سفرم گذاشته. و بعد حرف دلشان یکی شد، انگار هر دو یک نفر بودند که می نالیدن. هر دو خراب و خسته و غمگین. وقتی موسیو سرن می رفت، در آخرین لحظه گفت: باز هم فکر کن، شاید راه های دیگری هم باشد. آخرهای شب، وقتی همه سر و صداها خوابید، سورمه از پله ها پایین آمد، در زد و داخل شد. آن روز از بس گرفتار بود، نتوانسته بود با آیدین سر بزند، و حالا بیم زده و آشفته می نمود. روزنامه را روی میز گذاشت و به اتاقک رفت. روی تخت نشست و انگار که سقوط هواپیمایی را می بیند به آیدین چشم دوخت. لحظات زیادی در سکوت طی شد. آیدین گفت: به گمانم خیلی خسته شده ای. سورمه گفت: می خواهی بروی؟ آیدین گفت: پدرت گفت؟ سورمه گفت: آره. وایدین گفت: آره. سورمه گفت: پس چرا به من نگفته بودی؟ وایدین گفت: کاش به موسیو سرن هم نگفته بودم. سورمه گفت: همین؟ وایدین ساکت ماند. سورمه را تا آن روز آنقدر پریشان ندیده بود. سورمه گفت: پس من چه کنم؟ وایدین گفت: من به درد تو نمیخورم سورمه، باور کن. سورمه گفت: تو چرا اینجوری شده ای؟ آیدین گفت: من از خودم هم خسته شدم. حوصله‌ام را از دست دادم. دلم دارد می پوسد. سورمه گفت: پس من چی؟ آیدین گفت: نمی دانم. سورمه گفت: آیدین. آیدین نگاهش کرد. سورمه بی حرف مانده بود. لحظاتی چشم در چشم همدیگر را نگاه کردند. بعد سورمه در حالی که می لرزید و به زحمت خودش را کنترل می کرد گفت: پس این همه حرف قشنگ. و به زمین خیره شد. آیدین گفت: همه این حرف ها احساس واقعیم بود. هنوز هم هست. اما پیش از آن که گرفتار تو بشوم باید بروم. باید شوق را توی دلم بکشم. باید عشق را توی قلبم سر ببرم. اشک‌های سورمه روی گونه‌اش سر می‌خورد و او با آرامشی خاص حرف می‌زد. دوست داشتن تو کار ساده‌ای نیست. آیدین گفت: باور کن سورمه، من به درد تو نمی‌خورم. سورمه گفت: این حرف را نزن. آیدین گفت: من آدم سنگدلی نیستم سورمه، اینجا هر روز هزار روز بر من می‌گذرد. اگر به خاطر دل خودم بود، یا به خاطر دوست داشتن تو میماندم، ولی من میخواهم شاعر هم باشم، باید این شوق را در خودم بیدار کنم، من از همه چیز واماندم. سورمه گفت: اقلن بگذار من هم همراحت بیایم. آیدین گفت: کجا؟ سورمه گفت: هر جا که میروی. آیدین گفت: این عاقلانه نیست، در شهری که من هیچ آشنایی ندارم، چطور ممکن است تو را هم سرگردان کنم؟ سورمه گفت: ای بی انصاف. و بغضش ترکید و هخه کنان از آنجا رفت. آن شب آیدین خواب دید که مسیح شده است، با
با تاج خاری بر سر و صلیبی بر دوش. او را به بیابانی می بردند که مصلوب کنند. کسی شلاقش می زد و می گفت تندتر، تندتر، و او نمی توانست آن صلیب سنگین را حمل کند. پاهاش نا نداشت و انگار قلبش از تپیدن ایستاده بود. آن دورها زنی که شکل آیدا بود برای او مرثیه می خواند و می گریست و باد زوزه می کشید. روز بعد وقتی روزنامه را می خواند اصلا یاد خواب دیشبش نبود. ناهارش را خورده بود و داشت روزنامه را ورق می زد. در صفحه سوم روزنامه اطلاعات پنجشنبه 16 شهریور ماه به خط دروش نوشته شده بود زنی به نام آیدا در آبادان خود را به آتش کشید. زیر تیتر نیز نوشته بودند این زن جوان در برابر چشمهای گریان و حیرت زده پسرش در نیمه شب یکشنبه خود را با نفت آتش زد و انقدر سوخت تا جان داد. هیچ کس نبود که به فریاد او برسد و ماموران انتظامی هنگامی که موزمان سوم. رعد و برق تندی زد با صدای مهیب و دانه های درشت باران. انعکاس صدا پر خود را به سر شهر کشید و رفت و او به ابرهای تیره بالای سرش نگاه کرد. خودش را به زیر طاقی ساعت سازی درست کار رساند و در پناه آنجا ایستاد. دست ها در جیب و با لبخندی که قیافش را غم‌انگیزتر نشان می داد. توی دلش گفت شقایق بزرگ در آسمان ترکید، پرپر قطره‌های سرد، بارش شکوفه ها، و بعد هر چه فکر کرد نتوانست بقیه شعر را به یاد بیاورد. باز نگاهی به آسمان و بعد به در بسته قهوه فروشی سورن انداخت. دلش مالش رفت و چیزی روی قلبش سنگینی کرد. سیگاری از جیب کتش بیرون آورد و کبریت کشید. از تابستان سیگاری شده بود. کبریت کشید اما باد آن باران تند نمی گذاشت. آن وقت در دو دست گره شده اش کبریت کشید و این بار سیگار را روشن کرد. دندانهاش را به هم فشرد و به راه رفتن من فکر کرد. جمعیت را سریعاً از نظر گذراند. هیچ کس مثل من راه نمی رفت. حتی دخترهای محصل که از مدرسه برمی گشتند با آن روپوشهای سرمه‌ای و جوراب سفید و آن کتابهای زیر بغلشان و شور و شری که زیر باران انگار می رقصیدند نمی توانستند نگاهش را
یک لحظه به خود جلب کنند. روبان صورتی هم به موهاشان بسته بودند. یکیشان موهاش مشکی و انبوه بود، ولی هیچ کدام از آن دخترها مثل من راه نمی رفتند. من تند راه می رفتم و دست هام دو طرف تنم تاب می خورد و جهش هام مثل اسب‌های مسابقه بود. و وقتی راه می رفتم، حتی وقتی آرام راه می رفتم، موهام از پشت سر بلند می شد و همین بود که او خیال می کرد جهش می کنم. و اصلا دلیلش را نمی دانست، فقط پریشان بود. با آسمان نگاه کرد، باران تند می بارید و لایه های گلولا را که از کپه های یخ روی زمین مانده بود می شست. درخت ها می خواستند جوانه بزنند، من تند راه می رفتم. گفته بود، خیال می کنم حالا پاهات می پیچند به هم و می خوری زمین. من گفته بودم، آلبالو؟ اما دقیقاً قصدم این بود که لبهام را قنچه کنم و در آن حیات بزرگ پر از گل و درخت روی تاب بنشینم و تاب بخورم. گفتم، می خوری؟ گفت نه و لب حوض نشست. کت و شلوار گشمی پوشیده بود با پیراهن آبی کمرنگ. گفتم خاکی نشوی؟ گفت مهم نیست. و خیره ی تاب خوردن من شد. گفتم لاوا؟ و خندیدم و سرم را یک ور کردم. گفت لاوا. گفتم اینچ پسس؟ حالا هرچه فکر کرد این کلمه یادش نیامد. به ذهنش فشار آورد. اما بیفایده بود. به در بسته قهوه فروشی نگاه کرد و ایستاد که باران بند بیاید. دست چپ و سه انگشت از دست راستش را در جیب شلوار فرو برده بود و مرتب به سیگارش پک می زد. یکی بهش گفت سلام. نشنید. واقعا نشنید. داشت به من فکر می کرد. آن وقت باران گرفت و من دیگر تاب نخوردم. روی حوض پر از موج‌های گرد و کوچولو بود و ماهی‌ها بالا می‌جهیدند که حباب باران را ببلعند. گفت احساس می‌کنم این باران برای من می‌بارد و از گوشه چشم چنان نگاهم کرد که ناچار شدم دوباره بگویم آلبالو. گفت تو هم به خاطر من این همه قشنگ شده‌ای. گفتم من که کاری نکردم، نه آرایش نه چیزی، فقط حمام رفتم. گفت تو همیشه می روی حمام؟ گفتم اذیتم نکن. رفتیم توی ساختمان، دم پله ها دستم را گرفت و من صدای تند قلبش را از توی دست هاش می شنیدم. بعد رفتیم بالا. اتاق بالا پشتری های سفید داشت. همه را کنار زدم که بتوانیم باران را تماشا کنیم. گفت درخت ها هم به خاطر من جوانه زدند و با سرانگشت چند تار موی روی پیشانیش را کنار زد و با صدای لرزان گفت ولی نمی دانم من برای چی زنده‌ام. هیچ کس نمی توانست به عمق چشمهاش پی ببرد و من این را از همان اول دریافتم. آن شب که به زندگی ما وارد شد، شولا پوشی تبر بر دوش بود که قدمهای بلند بر می داشت. به یک ضربت کنده درخت را به دو نیم می کرد و همراه با ضربه می نالید. اما جوری تربیت شده بود که رفتارش با دیگران تفاوت داشت. دنیا را جدی تر از آن می دانست که دیگران خیال می کنند. آن شب فکر کردم از ترس دچار این حالت شده. اما بعدها به اشتباه خود پی بردم و دانستم که درک او آسان‌تر از بوییدن یک گل است. کافی بود کسی او را ببیند و من نمی‌دانم آیا مادرش هم او را به اندازه من دوست داشت. آیا کسی می‌توانست بفهمد که دوست داشتن او چه لذتی دارد و آدم را به چه ابدیتی نزدیک می‌کند؟ آدم پر می‌شود جوری که نخواهد به چیزی دیگر فکر کند، نخواهد دلش برای آدم دیگری بلرزد و هیچگاه دچار تردید نشود. نه، او با همان پالتو بلند و بلوز دست باف زبر و پاپاخ کهنه تنها ظاهر را نداشت.
این پوشش ها را که از تنش بر می داشتی آفتابت طلوع می کرد. همیشه بوی چوب و لاک الکل می داد. این بو را یک سال از پوچگاه شناخته بودم. وقتی آن را باز می کردم که روزنامه را بیاندازم، بوی لاک الکل و چوب به مشامم می خورد و کیف می کردم. ناگاه سکوتی ذهنش را گرفت. هر چه بود خلع و بی‌وزنی بود. چشمهای آیدین تطابقش را از دست داد. باران، آدمهایی که می دویدند، یک چتر سیاه، تابلو قهوه فروشی سورن و همه آن چیزها را می دید. سکوت وحشتناکی جای همه آدمهای ذهنش را پر کرد و او دیگر یادش نمی آمد که به چه کسانی فکر می کرده. فقط تهمانده دلچسبی از یک یاد خوب آزارش می داد که تا می آمد پیداش کند آیدا آمده بود. هیچ کاریش هم نمی‌شد کرد. آیدا در ذهنش می‌خندید و زیر سایه‌ها آتش را می‌گیراند تا برای پدر چای بگذارد. بچه‌اش سهراب هم توی بغل آیدین بود و او تکیه داده به درخت بچه را تکان می‌داد و کتاب هم می‌خواند. پدر گفت: چی می‌خوانی آیدین؟ آیدین گفت: شعر از بر می‌کنم. مادر برای آیدین طالبی رنده کرده بود، قاشقی هم شکر به آن افزوده بود و خرده های یخ روی طالبی برق می زد. پدر گفت: پس برای اورهان. مادر گفت: بیکار و بیار نشسته، خب بیاید بردارد بخورد. پدر گفت: مگر آن یکی سال در 12 ماه تخم دو زرده می کند؟ مادر گفت: برکت خدا همه تان دو زرده اید. پدر گفت: من به خاطر یک طالبی حرف نمی زنم که، منظورم این است که بین بچه هات فرق نگذاری. مادر گفت: لابد مثل تو. تخم کینه سالها پیش پاشیده شده بود و نیازی به کشت تازه نبود و بچه ها می بایست می آموختند. من دنباله ذهنش را گرفتم و باز تسخیرش کردم، اما قصد آزار دادنش را نداشتم. خودش می‌خواست که رهاش نکنم. می‌خواست بگویم موی سر مثل باغچه مدام به مراقبت احتیاج دارد. و من گفتم. و انگشت هام لای موهاش وول می‌خورد. احساس می‌کردم داغ شدم. گفتم: ولی خوب بلد نیستم. گفت: مهم نیست خانم. همینقدر که لطف می‌کنید ممنونم. گفتم: حوصله‌تان سر نمی‌رود؟ گفت: برای چی؟ گفتم: از این کارگاه، از این که 1.5 سال تنهایی سر کرده اید. گفت: عادت کردم. و چشمهاش را بست و به من فرصت داد که با خیال راحت موهاش را مرتب کنم. بعدها دانستم که دوست دارد همیشه با موهاش ور بروم. اما به من نگفته بود و خودم می‌بایست می‌فهمیدم که دوست دارد صورتش را نوازش کنم. چند بار نیم خیز می شد. نمی خوابی؟ گفتم: نه، می خواهم وقتی می خوابی نگاهت کنم. با آرامش، آرامشی بی نظیر می خوابید. خودش را رها می کرد لای دست هام و به خواب می رفت. یک روز صبح، ماها بعد از مرگ آیدا، وقتی از خواب بیدار شد، من هنوز نشسته بودم و موهای صافش را نوازش می کردم. پا شد، جلوم زانو زد، دست هام را بوسید و گریه کرد. گفت: همین چیزهاست که نمی توانم از تو دل بکنم. مرگ آیدا لطمه شدیدی به روحش زده بود. احساس دلتنگی و تنهایی می کرد. شبها نمی توانست راحت بخوابد، کابوس می دید، عرق می کرد، هذیان می گفت و به بهانه های مختلف گریه می کرد. می گفت: همسایه هاش گفتند آبادانی آن شب آیدا را از خانه انداخته بیرون. حالا چرا؟ هیچ کس نمی داند. روزنامه ها هم که چیزی ننوشته بودند. آن مرده که هم که گذاشت رفت آمریکا،
به گمانم آیدا در وضعیت بدی بوده که نه روی برگشتن به اردبیل داشته نه جای دیگری می توانسته برود. خب این بلا را سر خودش. من از ذهنش رفته بودم و آیدا آمده بود. جایی ایستاده بود و ناخونهاش را می جوید. پدر گفت جهیزیه‌ای که به تو می دهم در خور آدمی مثل من نیست. ولی کسی که به بخت خودش لگد بزند بیش از این نباید توقع داشته باشد. مثل همان حرفی که سالها پیش به آیدین هم زده بود. تو لایق کت و شلوار پشمی نیستی. یک دست کازرونی نخی برات میگیرم که دیگر خودسر حرفی نزنی. وایدین هیچ وقت آن کت و شلوار را نپوشیده بود و گفته بود من لباسهای کهنم را تمیز نگه میدارم. تندر و باران همچنان ادامه داشت. در چاله های خیابان آب جمع شده بود و گاه که ماشینی میگذشت آب گلالود به اطراف میپاشید. آبران زیر طاقی ها جمع شده بودند و خیابان تقریبا خلوت بود. چقدر مادر اصرار داشت که او زن بگیرد. مدام میگفت میخواهی دختر دایی ناصرت را برات بگیرم؟ گفته بود حرف هایی میزنی مادر و یاد من افتاده بود. مادر میگفت بیا عکسش را نگاه کن ببین چه خوشگل شده. گفته بود مادر من خودم اینجا زیادیم. تو میخواهی دختر دایی ناصر را از ارومیه بیاوری اینجا که چی بشود؟ مادر گفت هر طور که تو میخواهی. سکوت کرد. وایدین باز یاد من افتاد. و حالا باز من به ذهنش آمدم. با پیراهنی ارغوانی رنگ، آستین‌های بلند، یقه بسته، دامن تا زیر زانو و کفش‌های مشکی. همانطور که او دوست داشت و وقتی به آدم نگاه می‌کرد، دست بردار نبود. دلش می‌خواست جلوش حرکت داشته باشم، چای بیاورم، کتاب‌ها را در قفسه بگذارم، تکه‌ای هیزم در شومینه بیندازم و در عین کار حرف بزنم و من به همین لحظه ها دل خوش بودم. براش حرف می زدم، پرده ها را می کشیدم، باز می کردم و مدام دنبال کاری می گشتم که جلو او انجام بدهم، چون او دلش می خواست که در برابرش راه بروم و این را من بعدها فهمیدم. همیشه زمان مثل باد می گذشت و من هراس داشتم که مبادا بخواهد برود. گفتم هر طور تو بخواهی زندگی می کنم. هر کار بگویی انجام می دهم. بگو بمیر. او ساکت روی صندلی نشسته بود و نگاه می کرد. گفتم تو فرمان روای مطلق من هستی. خندی. پا شد. چند قدم طرف پنجره برداشت که خیال کردم می خواهد به خانهش برگردد. اما دوباره برگشت و روی صندلی نشست. دلم می خواست چیزی بهش بگویم که بداند. چقدر دوستش دارم. گفتم تو مسیح منی. جلو صندلیش زانو زدم، صلیب کشیدم، دست هام را به هم گذاشتم و به حالت احترام سرم را جلو بردم. پیشانیم را بوسید. همیشه دلم پرپر می زد که او را ببینم. نمی دانم چرا می ترسیدم اگر نیاید چه کنم. او گفتم که عشق را باید با تمام گستردگیش پذیرفت. تنها در جسم نمیتوان پیداش کرد، بلکه در جسم و روح و هوا، در آینه، در خواب، در نفس کشیدنها انگار به ریه می رود و آدم مدام احساس می کند که دارد بزرگ می شود. این چیزها را زمانی فهمیدم که او یک ماه به خانه ما نیامد. در روزهایی که آیدا مرده بود، و او بعد از 4 سال به خانشان برگشته بود.
یک روز جلو کلیسا نشسته بودم و داشتم به باغچه ها نگاه می کردم. آن روز باغچه های حیاط و کلیسا پر از پروانه های آبی و زرد بود. آن روز اگر کسی به من می گفت که روی کتفم دو بال در آوردم تعجب نمی کردم، چون آمادگیش را داشتم که به موجود دیگری تبدیل شوم. ساعت 4 بعد از ظهر آیدین آمد. شکسته تر از گذشته بود. درست مثل آدمی که وارد گورستان می شود. خشک و غمگین و پژمرده. خواستم از شادی جیغ بزنم، اما بی توجه به او به ساختمان خودمان رفتم. زود خودم را به طبقه بالا رساندم و از گوشه پشت دری نگاهش کردم. انگار در بی‌وزنی غریبانه‌ای ول شده بود. باور نمی کرد که به او بی‌اعتنایی کرده باشم. چند لحظه جلو کلیسا درست همان جایی که من نشسته بودم ایستاد. بعد در حیاط کلیسا روی شنها قدم زد. آن وقت دیدم که دارد به تندی از کلیسا خارج می شود. قلبم می زد و دست و پام می لرزید. نمی دانستم چه کنم. پنجره را باز کردم و گفتم آیدین. نتوانست جهت صدا را تشخیص بدهد و باز احساس کردم که در بی‌وزنی افتاد. توی دلم گفتم الهی بمیرم. برگشت و سرگردان به اطراف نگاه کرد. پنجره را کاملا باز کردم و با تمام وجود گفتم سلام. لبخند زد. گفت پس کجایی؟ گفتم صبر کن و از ساختمان بیرون دویدم. گفتم حتما میخواهی عمو را ببینی؟ گفت نه، برای دیدن تو آمدم. گفتم میخواستم باهات قهر کنم و دیدم که چهرهش در هم رفت و من به خاطر مرگ آیدا بهش تسلیت گفتم و براش طلب آمرزش کردم. گفت نمیدانی سورمه، نمیدانی چه خواهری را از دست دادم. تا شب حرف زدیم و راه رفتیم. بارها کلیسا و خانه خودمان را دور زدیم و او از پدر برام حرف زد، از مادر، اورهان و خیلی چیزها که او در این 4 سال غافل بوده. هر وقت از آیدا حرف می زد دلم می خواست براش گریه کنم. وقتی رفت آن شب نتوانستم بخوابم. نه اینکه دیوانه شده باشم که خیالش را توی ذهنم راه ببرم، نه. حس می کردم خیالش هم از من فرار می کند. همه چیز از من می گریخت. حتی وسایل خانه از پنجره ها بیرون می دویدند. دیوارها دور می شدند و من و خیال او تنها مانده بودیم. انگار هم توی دستهاش بودم هم نبودم. قرار شده بود روزها به حجره پدرش برود و عصرها آزاد باشد. پدرش او را در آغوش گرفته بود و با گریه گفته بود من غیر شماها چی دارم؟ حالا باران می بارید. آیدین به جوی پر از آب نگاه می کرد که امتداد می یافت و آن جلوتر آب با زرد بیرون می زد و کف خیابان پهن می شد. پدر 1 سال پیش مرده بود. تصویری که در ذهن او مقدس جلوه می کرد. لحظه ای که پدر در بستر سفید و تمیزی از مرض قلبی می مرد. گفته بود آیدین، اورهان، همدیگر را خیلی دوست داشته باشید. زندگی ارزشی ندارد. آن روز آیدین دست پدر را در دست گرفته بود و از نزدیک درست در کنار بستر پدر دیده بود که با چشمهای بسته و خرخر مدام آب دهانش را هم نمیتواند جمع کند و مادر مرتب با دستمال پاکش میکرد. رنگ پدر رفته رفته زرد میشد و به زحمت حرفی میزد که برای آیدین غریب بود. خدا میان گندم خط گذاشته. حساب هر کس سوا، اما چسبیده به هم. و وقتی نفسش بند می آمد، گفته بود، خوب دیگر، قافله پس و پیش. تقدس این لحظه هیچگاه از یادش نمی رفت. آن روز بیش از حد به پدر نزدیک شده بود. آب تربت به حلقش ریخته بود و ذکر سوره حمد گرفته بود. و اگر من بودم، به جای این کار، صلیب می کشیدم.
پس از مرگ پدر، نفس تنگی مادر شدت یافته بود. با حالتی افسرده گوشه راه رو چنبک می زد و خیره ی حیات می شد. کلاغ‌ها دست دست می آمدند و می رفتند و او همان جور نگاه می کرد. همش نگران آیدین بود. گفت: اگر تو بخواهی می نویسم برای دایی ناصرت که دخترش را بیاورد اینجا ببینی. گفت: حرفش را هم نزن. و حال شنیدن این حرف ها را نداشت. نمی خواست یاد من نباشد. صبح که از خواب بیدار شده بود، مثل هر روز یاد من افتاده بود و غم بزرگی انگار محکم به قلبش خورده بود. من مدام به ذهنش می آمدم، هر بار شکل تازه‌ای داشتم و گاه آنچنان محو و کم رنگ بودم که انگار دارد از لای مه نگاهم می کند. گفتم: هنوز مست شب گذشتن، تو عجب شرابی هستی. خیلی دلم می خواست بدانم که چه احساسی دارد. وقتی مرا بوسید دیگر چشمهاش را نبست تا تأثیر بوسه را در صورتم نگاه کند. بدجنسی کرده بود. اگر از من می پرسید خودم می گفتم چه احساسی دارم. گفت: چه بوی خوبی می دهی. گفتم: توی یقم گل یاس می ریزم. نفسش بوی باد می داد، بوی باران، خنک بود و دهانش بوی چوب می داد و من یک بار میان دست هاش شعله ور می شدم. روز قبل گفته بود: خانم سرملینا، اجازه می دهید شما را دوست داشته باشم؟ گفتم: اختیار دارید. و توی دلم گفتم: دوست داشتن که اجازه نمی خواهد. و بعد لازم دانستم بگویم که سالها پیش وقتی 16 ساله بودم با یک ستوان بادکوبه‌ای ازدواج کردم و 3 ماه بعد وقتی او به روسیه رفت خبر شدم در تصادف کشته شده است. بعدها به راحتی فراموشش کردم. مدتی از شبح چشمهای آبی او وحشت می کردم و بعد منزوی شدم و عادت کردم که مثل مادر بزرگم مادام یوگینه تنهایی سر کنم. اما باید خودم را نجات می دادم. 1.5 سال طول کشید که خودم را به آیدین رساندم. هر روز با خیالش زندگی کرده بودم و عجیب بود که تا چشمش به من می افتاد مثل مجسمه ساکت می ماند. ترسیده و رمیده به نظر می آمد. دلش می خواست در زیرزمین کلیسا تنها باشد و هر بار که به مناسبتی ازش خواسته بودیم در مهمانی شرکت کند گفته بود: آمادگیش را ندارم. پدرم گفت: شب سال نو با این برف و یخبندان چطور دلت می آید او را خبر نکنی؟ اما گفت: همین امروز 3 بار به سراغش رفتم و هر بار گفتم که شام را با ما بخورد. گفت: آمادگیش را ندارم. آقای میرزایان، معذرت می خواهم. من گفتم: پس می روم که دعوتش کنم. به حیاط کلیسا رفتم. سرد بود و برف تا زانوها می رسید. برف روی دریچه را با دست پس زدم. دریچه را باز کردم و دیدم در یک پیت حلوی آتش درست کرده و دارد پشت میز کارش کتاب می خواند. گفتم: آقای آیدین؟ سر بلند کرد و گفت: سلام. از جاش پا شد و فکر می کنم ترسید. گفتم: زود بیایید بالا که شام بخوریم. گفت: اگر آقای میرزایان ناراحت نمی شود، می خواهم همین جا بمانم. گفتم: همه منتظر شما هستند. چرا نمی خواهید بیایید؟ و حسابی سردم شده بود، به حدی که دندانهام به هم می خورد. گفت: با این سروز آشفته آخر نمی دانم چه کنم. گفتم: پدر و عمو ناراحت می شوند. و دندانهام عجیب به هم می خورد. گفت: شما سرما می خورید، بفرمایید، من الان می آیم. و آمد. دست و صورتش را حتما در آب حوض شسته بود که موهای صورتش لایه یخ بسته بود. عمو گفت: چی شد پسر؟ نکند با ما قهر کرده ای؟ جلوش همینه نشسته بود و قطرات آب از چانهش می ریخت. گفت: نمی خواستم مزاحمت ایجاد کنم. در همان لحظه
من براش یک لیوان چای آوردم و گفتم کریسمس مبارک و خندیدم. پدر و عمو هر دو مست بودند و قهقهه می زدند. آیدین به آنها گوش می داد و گاه لبخندی می زد. احساس می کردم وقتی آدم تنها می شود تمامی غم دنیا در وجودش خیمه می زند. احساس می کند آنقدر از دیگران دور شده که دیگر هیچ وقت نمی تواند به آنها نزدیک شود. می بیند میان این همه آدم حسابی تنهاست. یعنی هیچ کس را ندارد. آن شب دلم می خواست شادیم را با او نصف کنم. مثل یک سیب از وسط نصف کنم تا هر کدامش را که خواست بردارد. و او شاید این چیزها را می دانست و به من بروز نمی داد. حتی به روی خودش هم نمی آورد. فقط گاه نگاهش روی گوش یا موها می ماند و تا سر بر می گرداندم مثل گنجشک پریده بود. گفتم دنیا مثل آتش گردان است. هر چه سرعتش را تندتر می کند، آدم زودتر به بیرون پرت می شود. گفت بله، آنقدر سریع است که آدم سرگیجه و تنهاییش را می فهمد. گفتم، پس چه باید کرد؟ گفت، تحمل و سکوت. گفتم، وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد، بیشتر تنهاست، چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد. می‌خواستم ببینم وقتی این حرف‌ها را می‌شنود چه حالی پیدا می‌کند. اما با همان دقت و جدیت گفت من هنوز این مراحل را تجربه نکردم. پدرم که داشت به حرف‌های عمو می‌خندید گفت سرمه میوه تعارف کن. دو پرتقال در یک بشقاب گذاشتم و به دست آیدین دادم. گفتم و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می کند، تنهایی تو کامل می شود. گفت، جز این نمی تواند باشد. آن شب تا دمدمه های صبح با هم حرف زدیم و من آخر نتوانستم احساس کنم تمایلی به من دارد یا نه. گفتم، برای شما مشروب بریزم؟ گفت، نه، متشکرم. گفتم، تعارف می کنید؟ گفت، نه. من اهل مشروب نیستم. من توی دلم خوشحال بودم که تمایلی به مشروبات ندارد، اما فقط می‌خواستم ببینم آیا در مستی هم همین طور محتاط است. گفتم خب چه می‌گفتیم؟ گفت نمی‌دانم. دست‌هاش را از هم باز کرد و من متوجه شدم که چند جای دستش زخمی است و بعد که دقت کردم دیدم پوست دستش ترک خورده است. گفتم گلیسیرین می‌خواهید؟ گفت نه حالا، بعداً ازتان می‌گیرم. عمو گالوس که پرخوری کرده بود گفت اگر حوصله‌تان سر می‌رود ورق بازی کنیم. گفتم بازی می‌کنید؟ گفت من بلد نیستم. پدر و عمو گالوس روی مبل‌ها خواب بودند و ما هنوز حرف می‌زدیم بی آنکه من به درونش پی ببرم. صبح پیش از آن که آفتاب بزند او را به درون کلیسا بردم، جلو محراب نیایش کردم و در دلم از خدا خواستم که او دوستم داشته باشد. باران یک بار بند آمد، ابرها پاره پاره شد، آفتاب تند و قشنگی روی شهر تابید. آدمهایی که زیر طاقی‌ها بودند در حالی که آسمان را نگاه می کردند پخش شدند. هر کس سوی کار خودش می رفت و آیدین به طرف حجره راه افتاد. صدای زنگی مثل ناقوس در سرش تاب خورد. من لباس سفید پوشیدم و او کت و شلوار سرمه‌ای به تن داشت. ناگاه ضربه دوچرخه او را پرت کرد. سکندری خوران دم جوی آب تعادل خود را حفظ کرد. تنه درختی را گرفت. به پشت سر برگشت. من پیش از دوچرخه سوار رفته بودم. قصابی از مغازه‌اش بیرون آمد و گفت برو دنبالش، اگر می افتادی توی آب چی؟ آیدین شانه‌اش را جوری تکان داد که یعنی نه و به خیابان شیخ صفی پیچید. سر نبش مغازه کلاه فروشی بود و پیرمردی با سبیل چخماقی کلاه بر سر پشت شیشه به بیرون چشم دوخته بود.
آیدین خیال کرد مجسمه است. دوباره نگاه کرد و این بار مرد پلک زد. آیدین در شلوغی بعد از ظهر میان جماعت سعی کرد زودتر خود را به حجره برساند. و باز یاد من افتاد. گفتم اختیار دارید، من که کاری نکردم. گفت راضی به زحمت نبودم، خواست باز هم چیزی بگوید، اما شاید نتوانست. گفتم من اخلاق عجیبی دارم، اگر در خیابان ببینم کسی شلوارش را خوب نمیتواند بالا بکشد، دلم میخواهد بروم و شلوارش را بالا بکشم. اگر در خانه کسی باز مانده باشد، میبندمش. صبحا همه آدمهای خانه را بیدار میکنم، صبحانشان را میدهم و راهشان میاندازم که بروند سر کارشان. گفت 2 سال بود که خودم را در آینه ندیده بودم. توی دلم گفتم هنوز مست شب گذشتم، تو عجب شرابی هستی. گفتم سابقا در مغازه قهوه فروشی بابا کار میکردم، قهوه آسیاب میکردم، دم میکردم و فنجانها را میشستم. بعد نشد که آنجا پیش بابا بمانم. همانطور چکش به دست مانده بود. گفتم به کار خودتان برسید. پشت میزش نشست و به راه رفتن من چشم دوخت. گفتم میدانید اگر شما کت و شلوار بپوشید آقا میشوید؟ گفت یعنی میگویید که حالا نیستم؟ گفتم هستید، هستید، خیلی هم آقا هستید. گفت اگر توانستم از اینجا بیرون بروم، حتما میدهم 1 دست کت و شلوار برام بدوزند. گفتم هیچ میدانید که اصلا آن پالتو به شما نمی آید؟ گفت نه، تا به حال کسی به من نگفته بود، اما بهش عادت کردم. گفتم شما کت و شلوار سرمه‌ای بپوشید با پیراهن آبی و کراوات قرمز باریک هم بزنید، آقا می شوید، یعنی خوشگلتر می شوید. گفت کاش می شد بروم بیرون، گشتی در شهر بزنم. گفتم لازم نیست بدهید برای شما بدوزند، 1 مغازه باز شده که لباس دوخته هم دارد، اندازه تن شما. گفت راست می گویید؟ چقدر دوست داشتنی و ساده و موقر بود. آن شب مادر بزرگم غر می زد که نمی گذارم او بخوابد. پا می شدم و می رفتم کنار پنجره، نگاهی می انداختم به حیاط، درختها، ساختمانهای دور دست که در تاریک روشن نیمه شب مثل اشباحی شطرنجی به نظر می آمدند. و درختها مثل سربازان شطرنج، سرشان مخروطی شکل بود و با چشمهای دریدشان آدم را از خجالت آب می کردند. و نگاهی به بیخبری و خواب‌آلودگی شهر، و باز بر می گشتم روی تخت. من که از روز اول دلم لرزیده بود، چرا این همه وقت به سراغش نرفته بودم؟ و حالا نمی دانستم چه کاری از دستم بر می آید که انجام دهم. هر دو من تنها بودیم، اما جرأت نداشتیم که به زبان بیاوریم. شاید اگر عموگالوست باعث نمی شد، هیچ وقت جرأت نمی کردم که به زیر زمین بروم و باش آشنا بشوم. هرچند که در کریسمس 1 شب را با او به صبح رسانده باشم، بی آنکه چیزی از او بفهمم. عموگالوست به من گفت که سوددهی آیدین تقریبا 1/3 آن کارخانه لندهور است. و از خوشحالی پیپش را از دهان بیرون کشید و خواند: ای آسمان پرستاره، ای آسمان پرستاره. و صداش را مثل خوانندگان اپرا لرزاند. توی دلم گفتم خدا تو را لعنت کند و صلیب کشیدم. آن شب با پدرم در حیاط قدم زدم و گفتم پدر، عمو گالوست حق دارد اینجور از این بیچاره کار بکشد؟ پدرم با حیرت نگاهم کرد و گفت از این که میبینم مدتی است سرحال و تفراقی، شور و شر پیدا کرده ای، خوشحالم و می دانم چرا. من چیزی از زندگی نفهمیدم. جنگ ما را از هم پاشید. مادرت تیفوس گرفت و با آن فلاکت مرد. هر چه داشتیم نابود شد. حتما به یاد داری.
اما اینها را گفتم که بدانی اگر اینجا ماندگار شده ایم، اگر فکری به آینده‌ات نکردم، به خاطر این بوده که من دست هام را به حالت تسلیم بلند کردم. من باختم. من به تو مدیونم. زندگی تو را هم با دست خودم نابود کردم. یک زمانی بود که دلم میخواست سر و سامان بگیری و خیلی زود بروی سر بخت خودت. اما حالا دلم شکسته و به زندگی روزمره و یک نواخت دل خوش کردم. نمیدانم آیدین چه احساسی به تو دارد. احساس تو را خوب میفهمم، اما نمیدانم او چجور آدمی است. به هر حال او یک مسلمان است و تو ارمنی. حواست را جمع کن. گفتم من گله‌ای از زندگی ندارم، اما وقتی میبینم که عمو گالوس اینجور از این بیچاره کار میکشد دلم میسوزد. شما شب کریسمس دستهاش را دیدید؟ پدرم گفت آره. یکی دوبار هم بهش سر زدم. پسر موقر و دلسوخته ایست. بد نیست که باش نشست و برخاست داشته باشی. ادبیات می داند. کمی هم فرانسه بلد است. آدم منظمی هم هست. گفتم وقتی عصرها براش روزنامه می برم، مثل ماهی روی آب دهانش را باز می کند. روز بعد با روزنامه اطلاعات و کتاب خاطرات خانه اموات به سراغ آیدین رفتم. و جای این که آنها را از سخت براش بیاندازم از پله ها رفتم پایین. در را که باز کرد رنگش پرید و خیرم شد. گفتم قلب شما؟ گفت خانم اگر شما را اینجا ببینند چه می شود؟ گفتم هیچ اتفاقی نمی افتد. گفت شما را به خدا از اینجا بروید، خوب نیست. گفتم خوب نیست؟ چرا خوب نیست؟ و یک راست رفتم پشت میز کارش. روی صندلیش نشستم، به ابزار دست زدم، اره را بی جهت وارسی کردم. گازنبرش دسته های قرمز داشت و مثل دهان گنجشک باز و بسته می شد. میخهای ریز را از جعبه برداشتم و دو میخ روی میز کوبیدم. یک پیچ دستی برداشتم. گفتم اینها به چه درد می خورد؟ گفت قاب ها را با اینها مهار می کنید. یک قاب عکس نیمه کاره را با میخ و چکش خرد کردم. گفت اینجور نیست، اجازه بدهید. گفتم خودم میدانم چه باید بکنم. میلرزید، چشمهاش دو دو میزد و با حالتی تب زده وسط کارگاه مانده بود. من راه افتادم و قدم زدم. سالها بود که به آن زیر زمین نرفته بودم. دیگر برایم ترسناک نبود و بوی خوبی میداد. یک عکس بر ستون وسط کارگاه آویخته شده بود که قاب کندکاری شده قشنگی داشت. دور تا دورش ماهی‌های کوچک برجسته سر در شکم یکدیگر فرو برده بودند. گفتم این عکس پدرتان است؟ گفت پدر همه شاعرهاست. گفتم نیما یوشیج است؟ گفت بله، پارسال مرد. و من مجدداً به عکس نگاه کردم. پیرمردی بود که انگشت‌های لاغرش را در موهاش فرو برده بود و به زمین خیره شده بود. گفتم شما دارید اینجا پیر می‌شوید. رنگتان هم پریده است. چرا فکری نمی‌کنید؟ گفت چه فکری؟ گفتم بیایید بیرون، هوا بخورید، آفتاب بخورید. گفت اگر کسی مرا ببیند؟ گفتم شما آدم بسیار ترسویی هستید. گفت من ناچارم ملاحظه خیلی چیزها را بکنم. گفتم حالا چرا میلرزید؟ سردتان است؟ گفت میدانید چون آقای میرزایان از من حمایت کرده دلم نمیخواهد شرمندهش بشوم. گفتم شرمندهش بشوید؟ مگر خطایی کرده اید؟ گفت برای اینکه شما اینجایید. داشتم عصبانی می شدم. گفتم از اینکه من اینجا هستم شما شرمنده ی عمو گالوست می شوید؟ گفت خب ایشان چه فکر می کنند؟ گفتم ایشان خیلی غلط می کنند. اگر ناراحتید من دیگر اینجا نمی آیم. گفت پس من هم به شهر می روم و خودم را به نظمیه معرفی می کنم. گفتم که چی بشود؟ گفت که شما از دست من راحت بشوید. خندیدم.
و او هم خندید. گفت از روزنامه‌ها و کتاب‌هایی که برای من می‌آورید ممنونم. گفتم هیچ دقت کرده اید؟ روزنامه‌ها هیچ فرقی با هم ندارند؟ گفت حتما حوصله‌تان سر رفته بود که آمدید اینجا. گفتم نه، خیلی هم کار دارم. گفت پس چرا این همه مدت؟ یک بار برگشتم و به چشمهاش زل زدم. به نظرم آمد که دلخور است. بی توجهی های من خوردش کرده بود. گفتم شما هم هیچ وقت دعوتم نکردید که بیایم کارگاهتان را ببینم. گفت در واقع کارگاه خودتان، و خندید. اما نگرانی در چشمهاش موج می زد. گفتم ما مثل دیگران زندگی نمی کنیم. ما آزادتر از شما بار آمده ایم. من 13 سال از عمرم را در ایروان گذراندم. مادرم در جنگ کشته شد. بعد ما به اینجا آمدیم و پیش عمو گالوست ماندگار شدیم. و گفتم که سابقا ازدواج کردم و شوهرم را 3 ماه بعد از دست دادم و حالا سال هاست که به کارهای خانه می رسم. گفت اصلا به شما نمی آید که این همه سختی کشیده باشی. گفتم به شما هم نمی آید که این همه سختی بکشید. گفت چه می شود کرد؟ گفتم همه کار می شود کرد. من آمدم اینجا، اما شما اصلا اهمیتی نمی دهید. گفت امروز برای من روز بزرگی است خانم. و من احساس کردم صورتش سرخ و برافروخته است. گفت آیدین. برگشت. اورهان بود. جلوی کاروانسرای آجیل فروش ها ایستاده بود و به او می خندید. گفت کجا می رفتی؟ گفت جایی نمی رفتم. پیش مادر بودم. حوصله هم سر رفت. وقتی هر دو داخل حجره می شدند، اسماعیل را آنجا دید که به طرفش می آمد. می خندید و می گفت آقا آیدین، نامه داری؟ نامه را گرفت و یک اسکناس 5 تومانی توی مشت اسماعیل گذاشت و پشت میز نشست. روی پاکت نامه مهر انجمن ادبی تهران خورده بود. حال خواندنش را نداشت. آن را در جیب کتش گذاشت و به حجره روبرو نگاه کرد که چراغ زنبوری هاش را روشن کرده بود. اورهان کیسه های آجیل را سرپر می کرد. پاکت ها را به ترتیب اندازه کنار ترازوی خرد فروشی می گذاشت و چیزی نشخوار می کرد. گفت نده. آیدین گفت هیچ. اورهان با نگاهی از گوشه چشم گفت چرا همچین بی خبر هم نیستی؟ آیدین سکوت کرد. نخواست با او دهن به دهن شود. اورهان گفت حالت خوش نیست؟ آیدین گفت چیزی نیست. اورهان گفت کسر خواب که نداری. گونی ها را جا به جا کرد. سر تاس ها را در دل هم جا داد و کنار ترازو گذاشت. بعد رفت سراغ چراغ زنبوری و شروع کرد به تلم بزدن. کتاب را هم که گذاشته ای کنار و باز تلم بزد. گفت بالاخره تو را ول کرد و رفت؟ آیدین گفت در کار من دخالت نکن. اورهان گفت کجا رفت؟ من کجا رفتم؟ آیدا چرا خودسوزی کرد؟ و اورهان چقدر ور می زد؟
آیدین صورتش را در دستهاش پنهان کرد و دیگر جوابی نداد. هرچه می کرد دلش با اورهان گرم نمی شد. نفرتی ازش نداشت، اما رنجیده بود. بارها به او گفته بود، برادری را به خاطر مال و منال زیر پا نگذار. اورهان جواب داده بود، من شاشیدم به این برادری. می شد جوابش را داد و به این کینه شعله بر دامن زد؟ یک بار به من گفت، سکوت می کنم و انقدر ادامه می دهم تا به زانو در بیاید. بعد از مرگ آیدا، عصرها ساعت 4 سراغش می رفتم. گشتی در شهر می زدیم و به خانه می آمدیم. عمو گالوست طبقه بالا را در اختیار ما گذاشته بود و حالا هر روز عصر ساعت 4 به ارمنستان می رفت. جلوی کلیسا پرسه می زد. حلقه در را می کوبید، اما کسی نبود که در را براش باز کند. ماها بود که این راه را می رفت و بر می گشت، بی فایده. من کجا بودم که او ناچار می شد تنها به خانشان برود؟ به زیر زمین بخزد و گاه اگر شد کتابی بخواند و بقیه وقتش را روی تخت دراز بکشد و پلک بزند؟ اواگل بهار، صبح روزی که پس از زمستان طولانی اولین آفتاب بهاری به شهر تابیده بود، آیدین به حجره آمد. در حجره بسته بود، از باربرها سراغ اورهان را گرفت، هیچ کس نمی دانست، چند بار در دالان قدم زد و بعد به خانه برگشت. مادر هم چیزی نمی دانست، فقط می دانست که اورهان پیش از طلوع آفتاب از خانه بیرون زده است. آیدین گفت، پس چرا بی خبر؟ مادر گفت، مگر تو کلید نداری؟ آیدین گفت نه، و دوباره به حجره برگشت و تصمیم گرفت که قفل ساز بیاورد و قفل را باز کند. نزدیک ظهر، وقتی که قفل ساز داشت، قفل ها را می برید و باربرها دورش جمع شده بودند، اورهان از راه رسید. گفت، چه می کنید؟ آیدین گفت، قفل را می بریم. و یکی از قفل ها را نشانش داد و قفل دوم تا نیمه بریده شده بود. اورهان گفت، چرا می برید؟ من کلید دارم. آیدین گفت، اخوی، وقتی می خواهی جایی بروی، کلید را بگذار. اورهان گفت، من اجازه ندارم کلید را دست کسی بدهم. آیدین فریاد زد، جناب عالی خیلی غلط می کنی. و یکی خواباند بیخ گوشش. اورهان از خشم می لرزید. فریاد زد، الدنگ مفت خور. دست به یقه هم بردند. باربرها دخالت کردند، اما دیر شده بود و اورهان روی هوا دست و پا می زد. کمربند و یقهش توی دست های آیدین بود و پاهاش در هوا تکان می خورد. باربرها با سر و صدا او را پایین آوردند. آن روز، برادرها حجره را باز نکردند و شب مادر گفت، پدر در قبر می لرزد، اما شماها به هم کینه کرده اید. این همه به شما سفارش کرد، این همه برای شما حرف زد، ولی شماها چشمتان را بسته اید و فقط به خودتان فکر می کنید. اورهان گفت، قفل نو زده است، کلیدش را هم در جیبش گذاشته است. آیدین گفت، بگذار مدتی هم من کلید دار باشم. اورهان گفت، پس بگو یک بار مغازه را تقدیم کنم و بروم. آیدین گفت، نمی خواهد تقدیم کنی. من هستم، تو هم باش، ولی آدم باش. اورهان گفت، تو چه حقی داری که می خوابانی بیخ گوشم؟ آیدین گفت، تا چشم تو کور شود توهین نکنی. حرف دهنت را بفهم. روی مرز خودت راه برو. و رو کرد به مادر، مدام کرکری می خواند، کنایه می زند، پیله می کند. خب، من سرم به حساب و کتاب است، به مشتری هاست، نمی توانم که... مادر گفت، اورهان، به خدا قسم سکه یک پولت می کنم، خودم می آیم آنجا می ایستم، می دهم از وسط حجره را تیغه کنند. اورهان گفت، من 14 سال زحمت کشیدم، نمی گذارم هر کس از راه رسید. مادر فریاد زد، بس کن، دهنت را ببند، نمی خواهد زحماتت را به رخم بکشی، یادت باشد، تا
تمام دارایی ما هر چه که داریم نصف مال توست، نصف مال آیدین. اورهان گفت دارد وقتش را در حجره تلف می کند. آیدین گفت به کسی مربوط نیست. من خودم تصمیم می گیرم که چه می کنم. مادر گفت نمی فهمم چرا زندگی ما اینجور شد. کی باعث این پاشیدگی و تفرقه است؟ مردم کوچه و بازار چه می گویند؟ نمی شود که همیشه خدا با هم سر جنگ داشته باشید. آیدین گفت کی به اورهان یاد داد که امروز به من بگوید الدنگ، بیرگ، بگوید میرزا؟ پدر برای من حیثیتی گذاشته؟ من برادر بزرگتر نیستم؟ مادر گریه کرد و بعد حالش بد شد. برادرها دکتر آوردند و وقتی حال مادر جا آمد آخرهای شب بود. به زحمت غذا را به خوردش دادند و بعد مادر از اورهان خواست که صورت آیدین را ببوسد. برادرها همدیگر را بغل کردند و بوسیدند. اورهان گفت فردا هم به حجره نمی رویم. می رویم ویلا دره. شاید زیادی خسته شده ایم. مادر گفت خیلی خوب. بروید. بروید هوایی بخورید و تازه نفس بیایید بچسبید به کار. اما روز بعد هم هوا بارانی بود و رفتن به ویلا دره یک ماه به تعویق افتاد.